IRN, Simi Valley, Los Angeles, 95.5 FM, HD3. صبحانه با هما سرشار. یاران مهرمیسنی درودهای من را بپذیرید. امروز شنبه 11 ماه آوریل سال 2020 میلادی برابر با 23 فروردین ماه 1399 خورشیدی است. من هما سرشار هستم و سرافراز خورسند که در بامداد این نخستین روز تعطیل آخر هفته از این ساعت تا ساعت 10 بامداد در 670 AM همراه با سیامک ثابت‌ایمانی و فرشاد بلندیان کارگردانان فنی برنامه با شما خواهیم بود. بدون هیچ معطلی میریم سراغ یکی از مهمانان برنامه، دوست عزیز من خانم دکتر نهضت فرنودی که در هفته گذشته دلنوشته بسیار زیبایی رو از خونه خودشون روی رسانه‌های اجتماعیشون گذاشته بودن و بخشی از این گفته‌ها رو براتون در آغاز این برنامه بازپخش می‌کنم با اجازه خودشون. در این حال این که ما موظفیم توصیه های مراقبتی رو رعایت کنیم که در رأس و مهمترین اونها اینه که اولا تا جایی که میتونیم ارتباطات اجتماعیمون رو محدود حتی قطع کنیم، این مهمترینشه، و دومیش شستن دست با صابون و آرامش خودمون رو حفظ کنیم که مسمومیت بدنمون بالا بمونه و غذاهای سالم بخوریم و بتونیم خودمون رو با فعالیت‌های مثبت مثل کتاب خوندن، مثل CD‌های آموزشی گوش کردن، مثل ویدیو کردن با دوستان و عزیزانمون، مثل تلفنی صحبت کردن با کسانی که وقتی باهاشون حرف میزنیم انرژی پیدا میکنیم، منتها از جایی که مثل این که کورکورو پیدا میکنه آب گودالو، این روزا اونایی که از مضطربن بیشترم به هم زنگ میزنن و این اضطرابشون، این به اون میده اونو تقویت میکنه، اون به این میده اینو تقویت میکنه. واقعیت علمی اینه که شما فکر کنید درصد ابتلا به این بیماری به نسبت جمعیت دنیا چقدره. این یک. دومیش فکر کنید که از میون اونهایی که مبتلا میشن چند درصد جان سالم به در نمی برن. و وقتی با واقعیت خودتون رو در ارتباط قرار بدین و ملاحظات لازم رو بکنین و سر خودتون رو با فعالیت‌های مثبت گرم بکنین و افکار منفی رو بتونید کنترل کنید، با مدیتیشن، با دیدن فیلم‌های کمدی، با گوش کردن به نوارهایی که طنز و طنز آلوده، با دیدن ویدیوهایی که به تقویت معنوی ما کمک می‌کنه و اینکه در یک جایی بپذیریم آسیب پذیری خودمونو و بدونیم که مواردی هست در زندگی که ما کنترل کامل رو امور نداریم. دیروز و پریروز مثلا به خودم گفتم یه دین حرفه‌ای رو انجام بدم و تلفن‌هایی که افراد مضطرب میزنن این تلفن‌ها رو جواب بدم، شاید یه کمکی بکنم. دیدم نباید این کار رو در این حد بکنم، چون مثل که منم کشیده میشم تو دنیای ترس ها و اضطراب های اونا. دوباره دیروز پیاده رویمو کردم، آمدم نشستم CD های آموزشیم رو گذاشتم. دیروز من 4 CD های آموزشی دانیل سیگل رو گوش کردم و باز غذا پختم، سالاد درست کردم و دیدم که باید هر چقدر کمتر به تلفن‌ها جواب بدم. خب فکر نکنید من نگرانی ندارم،
منم مثل همه شما وقتی کار نکنم درآمد ندارم، درآمد ندارم ولی تعهدات ماهیانم عیناً به جای خودش هست. همین پریروز کاغذای بیمه اومده که باید بیمه ها رو بپردازیم، نمیدونم قسط خونه میاد، قسط مطب میاد، قسط ماشین میاد، همه اینا میاد. منتها آخرش به خودم میگم منم مثل همه دیگه، دنیا که کله پا نمیشه، اگرم شد دیگه مام توش میچرخیم. و یه چیز دیگه اینه که اگر قرار ما از کرونا جون سالم ببریم، خدا کنه از خل شدن جون سالم به در ببریم. شما باور نمی کنید که من چه ایمیل هایی رو می گیرم. شما باور نمی کنید چقدر خشونت های خانوادگی بالا رفته، چقدر آدم ها با هم بیشتر جفا می کنن در اثر خلق تنگی خودشون. من نمی دونم باید چه کار کنیم، ولی می دونم که ما باید بگیم من می خوام در این روزها بهترین خودم باشم، با اطرافیانم ملایمتر و مهربونتر باشم، از نیروهای مثبتی که در خودم هست، از هنرهایی که دارم در خودم یاری بگیرم و این دوران رو آرامتر طی کنم. سعی کنین روتین خودتون رو یه جوری نگه دارین، سعی کنین صبح مثل همیشه از تو تخت بلند شید، مثل همیشه صبحونه بخورید، مثل همیشه نظم روزانه‌تون رو داشته باشین و خودتون رو به اضطراب و افسردگی و بی‌تفاوتی نسپرید. همه این روزها میگذره، ولی آنچه که از ما باقی میمونه اینه که ما با این روزهای دشوار چگونه برخورد کردیم. خودمون برای خودمون کارنامه خواهیم نوشت و اگر این کارنامه‌ای که بعد می‌نویسیم برای خودمون قابل قبول نباشه، اون وقته که خودمون رو رفوزه می‌بینیم. اون چه که مسلمه باید مراقب جوان‌ترها و بچه‌ترها بود برای اینکه اینها ثروت آینده دنیا. اون چه که مسلمه ما که سنی ازمون گذشته باید از تجربه‌مون، از صبوریمون، از آرامشمون، از آگاهیمون یاری بگیریم که زندگی رو برای کوچکترها راحت کنیم. همونطوری که گفتم بگذرد این روزگار تلختر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر آید. اتفاقای خوبی هم داره میفته، بچه ها تو خونه ها که دیگه کارگر نمیاد مسئولیت های زندگی دارن برمیدارن، کسانی که بی رویه حروم حرس می کردن دارن یاد می گیرن که مراقب باشند. اونهایی از ما که به زندگی بیغمی و فقط خوشگذرونی عادت کرده بودیم یه خورده داره حواسمون سر جا میاد. اونهاییمون که فکر می کردیم ترمز بریده جاده موفقیت رو می تونیم طی کنیم، می بینیم یه ایستی جلومون اومده و همه اینا جز ناخودآگاه جمعی ما انسان‌ها ذخیره میشه. فقط خدا کنه که تجربیات این روزهامون تجربیات شرم‌آگین نباشه. این روزهاست که ما احتیاج داریم مهربونتر، نرم خوتر، متواضع‌تر و در لحظه حاضرتر به این دوران نگاه کنیم و بدونیم که همه چیز در تغییر و حرکت. مهمترین و جدیترین و اصولیترین قانون طبیعت تغییره و قشنگترین کلمه تو زندگی اینه که دائم به خودمون تکرار کنیم این نیز بگذرد، این نیز بگذرد و هزینه این دوران رو ما بیشتر تعیین میکنیم. بازتاب خبر.
صبح شما بخیر فرزند برومند آقای دکتر سپهر سرشار. خسته نباشین بابت فعالیت ها. خواهش میکنم بفرمایید. ما این دفعه یه مقدار زیادی از شما سوال داریم در مورد این دارویی که الان صحبتش خیلی زیاده، دارویی که برای مالاریا استفاده می‌شده و احتمالاً لوپوس. سوال نخست من از شما اینه که احتمال استفاده یک دارو که برای یک بیماری قبلا کار می‌کرده برای بیماری تازه تا چه حد؟ بله این امکانش هست، برای این جریان یه ذره پیچیده است. اگه اجازه به من بدین من یه چند دقیقه راجع به این تاریخچه این دوا باهاتون صحبت بکنم و اون موقع شنوندگانتون میتونم بفهمن که چرا استفاده این دوای هایدروکسیکلروکوین برای این ویروس کار شدنیه. خب بفهم، گوش ما به شماست. در تاریخچه مرض مالاریا اتفاقا یه تاریخچه خیلی جالبیه، برای اینکه سالهای سال میدونستن، البته اینا این سرخپوستای امریکای جنوبی هستن که اینو پیدا کرده بودن، که یه درختی هست به اسم درخت سینکونا و پوست این درخت یه مقدار زیادی موادهای شیمیایی که بهبودی هستن توش وجود داره و اینا با جوشوندن پوست این درخت سینکونا یک معجونی درست کرده بودن که موقعی که میدادن به کسایی که مرض مالاریا رو میگرفتن مقدار تبشون رو کم میکرد. خب. بعد از سالها که روی این جریان کار کردن، تقریبا فکر کنم 100 سال پیش یا 120 سال پیش، تونستن بفهمن که ماده اصلی که از این پوست این درخت میاد بیرون که برای مالاریا کار میکنه به اسم کویناینه. این ماده در هندوستان و در آسیای شرقی موقعی که انگلیس‌ها اونجا رو گرفته بودن و لشکرشون رو میفرستادن اونجا خیلی استفاده میکردن و البته میدونین که سرداره ارتش انگلستان خیلی در اون مدت جین و تانیک میخوردن در طول شباشون یا قبل از اینکه شام بخورن و دلیل این که این کار میکردن واسه این بود که تانیکی که درست میکردن توش کوینین داشت و اینو به عنوان یک دوایی که دائما هر روز میخورن که از مالاریا جلوگیری بکنه از اون استفاده میکردن. استخراج کوینین از پوست این درخت سینکونا کار راحتی نیست و به خاطر همین مثل بقیه دوایی هستن که از درخت‌ها یا ماده‌های زنده می‌گیرن، بهتره که آدم یه دوای دیگه درست بکنه که شبیه اینه ولی بتونن اینو در کارخونه درست بکنن که بتونن تونتونش رو راحت‌تر و ارزان‌تر درست بکنن. واسه خاطر همین یه مقدار از شیمیستایی که برای شرکت بیر کار می‌کردن در سال‌های 1930 بکنن، یعنی تقریباً 80-90 سال پیش، ماده‌های بسیار مختلفی درست کردن که شبیه این ماده کوینین هستن و از اینا یه ماده‌ای که از همشون بهتر بود به اسم کلورکوین پیدا کردن و کلورکوین برای مدت زیادی استفاده می‌شد برای جلوگیری و بهبود مالاریا جفتیشون. خب مسئله کلورکوین این بود که ساید افکت‌های خیلی زیادی داشت و به خاطر همین یه ماده دومی درست کردن به اسم هایدروکسی کلورکوین که خیلی خیلی شبیه خود کلورکوینه، فرقش هم با کلورکوین فقط یه اتم اکسیژن. هایدروکسی کلورکوین که الان از سال فکر کنم 1940 یه همچین چیزایی تا حالا در استفاده هست، یه چند کار مختلف در بدن میکنه. برای مالاریا اون ماده‌ای که توی خون هست که بهش میگن هیم که رنگ قرمز خون رو بهش میده، باعث میشه که این ماده به همدیگه بچسبه و لخته بشه و لخته شدن این ماده باعث میشه که اون پارازیتی که مالاریا رو به وجود میاره از بین ببره. ولی در این حالی که این کار میکنه در چند جای دیگه بدن هم یه کارهای مخصوصی میکنه، همین هایدروکسیکلروکوین کلورکوین. یکی از این کارهایی که این دوا میکنه اینی که جلوگیری میکنه از اینی که سیستم دفاعی بدن خیلی زیادی به کار بیفته. و منظور من از این حرف اینه، شما فرض کنین یه جای بدنتون یه عفونتی داشته باشین، فرض کنین که مثلا پوستتون پاره میشه و چرک میکنه و یا توی خود بدنتون یه باکتری چیزی میاد یا یه ویروسی میاد، سیستم دفاعی بدنتون اولین کاری که میکنه یه مقدار از این سلولای سفید رو میفرسته اونجا که جلوگیری بکنن از اینی که باکتری‌ها یا ویروس‌ها پیشروی بکنن. موقعی که این سلولای اولیه سیستم دفاعی بدن وارد اون جریان میشن، شروع میکنن به ترشح کردن یه ماده‌های مخصوصی که این ماده‌های مخصوص پیغام‌های شیمیایی هستن و باعث میشن که بقیه یه سیستم دفاعی بدن به کار بیفته. کلورکوین و هایدروکسیکلورکوین جلوگیری میکنن از یه چند تا از این پیغام‌های شیمیایی که باعث میشه که واکنش بدن به راه بیفته، واکنش دفاعی بدن. خب در مرضی که الان
به وجود اومده مرض کرونا، اتفاقی که میفته اینه که این ویروس وارد شش میشه و با وارد شدن این ویروس در شش باعث میشه که یه واکنش دفاعی بدن به وجود بیاد. واکنش دفاعی بدن همیشه همراه با اینفلامیشن، یعنی به خاطر اینکه این سلولای سفید سیستم دفاعی وارد یک جای مخصوصی در بدن میشن، با خودشون آب میارن و این آب باعث میشه که فشار زیاد بشه و تورم بشه در اون منطقه مخصوص. در شش ها و در ریه شما و اگه که این تورم ایجاد بشه زاتوریه میشه، یعنی نفس کشیدن خیلی کار مشکلی میشه و بقیه ارگانهای بدنتون مثلا قلبتون یا کبدتون یا کلیاتون میتونن از کار بیافتن. پس یکی از دلایل اصلی که این ویروس کرونا الان داره خیلی از انسانهایی که این مرض رو میگیرن متاسفانه دارن از بین میرن، مقدار زیادش به خاطر واکنش دفاعی بدن خودشون. و اگه که شما بتونین که از این واکنش یه مقدار جلوگیری بکنین و یا کمش بکنین، درست؟ بله. که تورم پایین بره، امکان این که این مریض کم کم خودش راحت‌تر بتونه این مریضی رو طی بکنه، شانسش بالاتر. به خاطر همین استفاده این دوا، که البته این نمیدونم شرمندون که میدونن یا نه، موقعی که اون مرض سارز و ایبولا اینا ایجاد شدن از این دوا استفاده میکردن برای اینکه جلوگیری بکنن واسه واکنش بدن. موفق بودن؟ بله موفق بودن. خب یعنی ویروس رو نمیکشه، ولی چون سیستم دفاعی بدن یه مقدار الرتش رو کمتر میکنه، این واکنش خیلی کمتر میشه و باعث میشه که بقیه ارگانهای بدن از کار نمیافتن. دانشمندان چینی اینو میدونستن و اینا خودشون شروع کرده بودن از استفاده کردن از این، همون اوایل در ژانویه و فوریه استفاده میکردن از این دوا. بعد از اون یه پژوهشگر فرانسوی در مارسی روی فکر کنم 20 یا 25 نفر این دوا رو با کامبینیشن با یه آنتیبیوتیک به اسم آزیترومایسین استفاده کرده بود. آزیترومایسین هم همین کار رو میکنه، یعنی اون از یه راه دیگه سیستم واکنشی بدن رو یه مقدار میاره پایین تر موقعی که یه باکتری یا یه چیزی وارد بدن میشه. و کسایی که این دوای آزیترومایسین رو قبلا خوردن که به اسم زیپک هست، میدونن که تا این دوا رو میخورن هم تبشون میاد پایین تر و هم حالشون بهتر میشه به نظرشون. البته این واسه این نیست که این دوا تمام باکتری رو کشته. دلیلش اینه که یه مقدار از این پیغام‌های شیمیایی که در بدن ایجاد میشه رو مقدارش رو میاره پایین‌تر و شما تبتون میاد پایین‌تر و این تورمی که در بدنتون ایجاد میشه میاد پایین‌تر. این ماده هم به اسم اینترلوکین هستن. البته اینترلوکین ها مقدار زیادی هستن، فکر کنم 16 تا یا 20 تا از این اینترلوکین های مختلف هستن و همه‌شون باعث میشن که سیستم دفاعی بدن بره روی آلرت. اگه که شما توجه بکنید به این جریان که این دوا در مالاریا یه کاری میکرده و چون میتونه روی سیستم دفاعی بدنم یه اثری بذاره، برای این مرض کرونا میشه استفاده ازش کرد. آیا این جواب سوال شما رو داد؟ بله بسیارم مطلع شدیم و آگاه شدیم از مشکلی که الان هست بین کسانی که موافقن و مخالفن. پس اگه این تست ها شده، روی سارز هم شده، روی ایبولا هم شده، الان چرا مجددا نیاز دارن یه تست دیگه بکنن؟ اینا میدونین اینا کارهای بیوروکراسی FDA هست، برای اینکه در امریکا چون متاسفانه همه همدیگر دائما سو میکنن و همه چیز روی لایبیلیتی هست، FDA گایدلاین خیلی مخصوصی داره. یعنی اینا برای خودشون یه کارهایی رو باید چک بکنن قبل از اینی که بتونن بگن به تمام مردم شما میتونین دوا رو بخورین یا نه. چون این دوا فقط واسه مالاریا در امریکا قبول شده، نمیتونن همینجوری بیان بگن که شما میتونین این دوا رو برای هر مرض دیگه بخورین. باید یه مقدار کارهای سیفتی مخصوصی بکنن که بدونن که مسئله نخواهد داشت، بعد بهشون بگن که شما میتونین کارو بکنین. البته به دکترها گفتن که شما اگه که میخواین این کارو بکنین و اینو به مریضاتون بدین، باید یک به یک با مریضتون صحبت بکنین، بهشون بگین استفاده از این دوا چه ساید افکت های مخصوصی داره واسه شون، با آیا دوای دیگه دارن میخورن که باعث میشه که بین این دوتا یک رد و بدلی بشه که ممکنه که ساید افکت هاشون رو بدتر بکنه، و اون موقع مریض و دکتر میتونن با هم دیگه تصمیم بگیرن که آیا این دوا رو میتونن استفاده بکنن یا نه. آیا ساید افکت خیلی بدی این دوا داره؟ ساید افکت هاش معمولا خیلی ملایمن. ساید افکت های اصلیش مال دوتا دوا فکر کنم دل درد و بعضی موقع مریض دلشون به هم میخوره و بعضی موقع اسهال میگیرن، اینا ساید افکت های اصلی این دوتا دوا هست. ولی در بعضی از مریضا امکان داره که روی قلبشون هم اثر بذاره.
و این بستگی داره به مقدار دوا، یعنی دوزشی که دارن بهشون میدن، چند میلی گرم دارن میخورن در روز و چند روز پشت سر هم دارن این دوا رو میخورن. میدونین که این دوای مالاریا رو، این هایدروکسیکلروکوین، واسه کسایی که روماتور آرترایتیس دارن و لوپس دارن و اینا هم استفاده میکنن و این مریضا باید اینو دائما هر روز بخورن. ولی واسه این مرض کرونا، چون این یه چیز خیلی موقتیه، حالا شما واسه کرونا اگه باید اینو 5 روز یا یک هفته یا 10 روز بخورین، ساید افکتایی که در اون 5 روز یا 10 روز داشتین خیلی مینیماله. اگه بخواید اینو با مثلا کسی که اینو باید دائما هر روز واسه تمام عمرش بخوره، توجه میکنین؟ بله، متوجه شدم. به عنوان یه شیمیست و متخصص داروسازی، آقای دکتر سرشار، به افرادی که میخوان این دارو رو بخورن چه توصیه میکنید؟ اونایی که بیمار نیستن، چون تا حالا صحبت کردیم که به کسانی که خب خیلی بیمارن بدید، حالا چه اتفاقی میفته؟ اونایی که در هر حال ممکن بود بمیرن، حالا اینم روش امتحان میکنن. ولی اگه یه کسی خیلی بیمار نیست، یا حتی الان بسیاری تشویق شدن که به عنوان پیشگیری اینو بخورن، نظر شما به عنوان یه متخصص چیه در این زمینه؟ این سوال خیلی خوبیه. من فکر نمیکنم که برای پیشگیری این کارو کسی باید بخوره، برای اینکه خوردن این دوا جلوگیری نمیکنه از اینکه ویروس وارد بدنتون بشه. و اینا همش این صحبتایی که الان داریم میکنیم، چون میدونین این ویروس الان 2-3 ماه بیشتر نیست که باهاش آشنا شدیم و خیلی چیزا رو هنوز نمیدونیم که چجوری این ویروس وارد بدن میشه و یا از یک انسان به یک انسان دیگه داره رد و بدل میشه. ولی اونی که میدونیم اینه که از تمام کسانی که دارن تست میشن و این ویروس وارد بدنشون شده، فقط یک پرسنتاژ خیلی خیلی کوچیکشون هستن که واکنش خیلی بد دارن به این ویروس. بقیه مردم درست مثل اینی که یه آنفلوانزا گرفته باشن یا بعضی اصلا سمپتوم ندارن و واسه خاطر همین خوردن دوا بدون سمپتومای خیلی خیلی بد به نظر من کار درستی نیست. خیلی هم ممنونم. دو راه حل فعلا در موردش دارن صحبت میکنن، یکی اینکه داروی این بیماری کووید 19 رو پیدا بکنن، یا اینی که واکسنش رو، یا هر دو. البته هر دو ممکنه همزمان هم دارن در موردش کار میکنن. بازم به عنوان یک متخصص در این زمینه فکر میکنید کدومش زودتر در دسترس قرار میگیره، واکسن یا داروی معالجه کنندش؟ والا این سواله یه ذره مشکلیه جواب دادنش. میدونیم به خاطر اینکه این یک پندمی که خیلی بدجوری شده و تمام دنیا گرفتار این مسئله شدن، الان صدها سنترهای مختلف دارن روی این کار میکنن. یعنی همچین چیزی من تا حالا به عمرم ندیدم که در عرض 1 ماه یا 2 ماه هزاران پژوهشگر شروع کنن روی مسئله مخصوصی کار بکنن. به خاطر همین الان یه چیزی مثل 20 تا 25 تا واکسن مختلف هم دارن توی انسان‌های مختلف دارن روشون تست میکنن. ولی درست کردن این واکسن امروز فردا نیست، تقریبا 1 سال خواهد طول کشید تا ما این واکسن رو بتونیم در بیاریم. ولی موقعی که واکسن در میاد، اون وقت کار راحت میشه، برای اینکه میتونیم راحت به همه بدیم و دادن واکسن به مردم بیشتر از 90 یا 95 درصد اجتماع باعث میشه این ویروس خودش از بین بره. حالا کسایی که الان مریضن و احتیاجی به دوا دارن، اون یک چیز مختلفه. میدونم که 5-6 دوای مختلف الان دارن روی مردم تست میکنن، 2-3 تا آنتی وایراله و 1-2 تا دیگه از دوای مختلف هستن. جواب این کلینیکال ترایلای که دارن روی این 3-4 تا دوای مختلف کار میکنن، فکر کنم تا 1-2 ماه دیگه در بیاد و بدونیم که آیا کار میکنن یا کار نمیکنن. پس در هر حال پژوهشگران در سراسر دنیا مشغولند، خسته نباشند. شما هم همچنین آقای دکتر سرشار، و ممنونم که مثل همیشه از شما میآموزیم، هرچند که مادر شما هستم. خواهش میکنم. روز خوبی داشته باشیم. روزتون بخیر. رادیو ایران مایل است از این فرصت استفاده کرده و از تعدادی از صاحبان مشاغل که در این روزهای پر از چالش به ارائه خدمات خود به شما در ماه آوریل ادامه داده و به استواری این رادیوی مردمی کمک می‌کنند، قدردانی کند. با سپاس از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات، دیوید کنعانی، مشاور امور مالی از کنعانی ادوایزری گروپ، دفاتر حقوقی مایکل پیمان کیت، وکیل امور جنایی و دعاوی مدنی، فریبا مدبر، متخصص وام‌های تجاری از کمپانی
ایرانی فوربیکس فاینانشال، دفاتر حقوقی دکتر مهران منش وکیل تراست و انحصار وراثت و دکتر زهره میزراهی وکیل امور مهاجرت، پیام کهن باش متخصص وام‌های مسکونی از گرین باکس لندینگ، حسین نجار از آلن گوئن شفرلت، دفتر حقوقی ری حسنلو وکیل تصادفات، دکتر اسفندیار اسفندیاری متخصص بیماری‌های داخلی، دکتر نادر جوادی متخصص خون و سرطان، دکتر فرد وزیری متخصص کاهش وزن و دکتر فرناز زنده‌دل روانشناس بالینی. دفاتر پیام شایانی دریافت کننده میلیون ها دلار خسارت به شهادت شما. چند وقت پیش من و بچم توی ماشین بودیم، یک نفر استاپ ساین رو رد کرد و زد به ماشین من. تصادف زیاد بزرگی نبود ولی من گردن درد گرفتم و زنگ زدم دفتر آقای شایانی. بعد از اینکه اطلاعات منو گرفتن گفتن آقای شایانی در جلسه هستن و خوشبختانه چند دقیقه بعد آقای شایانی خودشون با من تماس گرفتن و همون روز نمایندهشون پرونده منو باز کرد. تازگی آقای شایانی پرونده منو ستل کردن و زنگ زدن و این خبر خوشو به من دادن. سپاسگزار آقای شایانی و دفترشون هستم و من تجربه بسیار خوبی از مراجعه به دفتر آقای شایانی داشتم. برعکس این که شنیده بودم آقای شایانی به کیسای بزرگ اهمیت میدن، ولی توجه ایشون خیلی شامل حال من بود، مخصوصا اینکه برای من مثل یک پرونده میلیون دلاری وقت گذاشتن و به کار من رسیدگی کردن و پرسونال اتنشن دادن. 818-777-777-777 رادیو ایران مایل است از صاحبان مشاغل که در این روزهای پرچالش به ارائه خدمات خود به شما همچنان ادامه می دهند و به استواری رادیو 670 AM کمک می کنند قدردانی کنند. با سپاس از دکتر جان رضاپور، دکتر حسین نجفی، دکتر فرهاد نصر، دکتر هدیه جعفرودی، دکتر بابک بامشاد، دلامن گروپ، شان گذرخا، وکیل تصادفات، الماس بود، ساعد مشاور، بی ان ام ریل استیت، بهرام ملکوتی، کلبس اینشورنس، هادی شکیبانژاد، ان آی یو کالج، دکتر عسکری، اکسل لاین مورگیج، میک یونانیان و 911 راک. رادیو ایران مایل است از صاحبان مشاغلی که در این روزهای پرچالش همچنان به ارائه خدمات به شما ادامه داده و به استواری رادیو 670 AM نیز کمک می‌کنند قدردانی کند. با سپاس از دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات، انریچ فاینانشال به مدیریت آریان اقبالی، دکتر ناناز پیرنیا مغز درمانگر، گودبای استودنت لون به مدیریت مهناز شوقیان، دکتر آزیتا سایان روانشناس و مشاور خانواده، دکتر هومن مدیون متخصص قلب و عروق، ادیکشن ریکاوری پلیس و پیام شایانی وکیل تصادفات. رادیو ایران مایل است از تعدادی از صاحبان مشاغل که در این روزهای پر از چالش به ارائه خدمات خود به شما در ماه اپریل ادامه می‌دهند و به استواری این رادیوی مردمی نیز کمک می‌کنند قدردانی کند. با سپاس از آرتا فاینانشال به مدیریت دین هریزاوی، مانی حاتمی از زنت فاینانشال گروپ، قالی‌شویی سفریان در سان فرناندو ولی و اورنج کاونتی، کلاد اتم مدیر فاینانشال لند اینشورنس سرویسز، دفتر حقوقی عباس حاجیان وکیل خانواده، دکتر دان روزن دندان پزشک برجسته، لاس آنجلس کاونتی آف منتل هلث، رستوران های دریا در سانتا مونیکا و اورنج کاونتی، پیتر پورمر کارشناس بیمه در پورمر اینشورنس سرویسز، دکتر سیامک مرغزار متخصص جراحی های لثه و کاشت دندان و آزمایشگاه ویتی مجهز به انجام تست کووید 19 در محل شما. به رادیو ایران گوش می کنید، قلب جامعه ایرانیان. Since 1999 and 95.5 FM HD3 رادیو ایران. تازه چه خبر؟
در آغاز سال نوی ایرانی 1399، ایزک لاریان، بنیانگذار و مدیر کمپانی موفق MGA که سازنده عروسک های برد و اسباب‌بازی های آموزشی و تکنولوژیک برای بچه هاست، کارزار جدیدی را آغاز کرد که هفته گذشته توجه من را به خود جلب کرد. به همین دلیل از ایزک لاریان دعوت کردم مهمان این ساعت برنامه صبحانه با هما سرشار باشه و به اتفاق به سخنان او گوش بدیم تا از او در مورد فکر جدید و بدیعی که براش به وجود آمده تا به عنوان یک شهروند جهانی به این معضل بزرگ کرونا کمک بکنه، برای از بین بردنش البته، شما شنوندگان رو در جریان فعالیت‌های جدید ایزک لاریان در این زمینه بگذارم. آقای ایزک لاریان، صبح شما بخیر و خسته نباشید. صبح بخیر خانم سرشار، جالی که شما هم خسته نباشید، حالتون خوبه؟ من ممنونم از شما، من حالم خوبه در حدی که میشه. برای دوستان شنونده ما که علاقمندن بدونن جامعه ایرانی در موقعیت‌های مختلف، به ویژه در موقعیت‌های بحرانی، چه همکاری و چه کارزارهای تازه‌ای را انداخته، مزاحم شما شدم که به دوستان در مورد پروژه جدید بسیار بدیعی که شما آغاز کردید و همینطور کارزاری که برای مقابله با ویروس کرونا برای این زمان بسیار بحرانی آماده کردین برای دوستان توضیح بدین لطفا. بله، متشکرم خانم سرشار. وقتی که کرونا ویروس توی چین شروع شد، ما از آمریکا یه مقدار ماسک و چیزهای دیگه واسه چین فرستادیم، واسه مردم، برای که اونجا شورتج بود، نداشتن. بعد وقتی که این مرض متاسفانه به آمریکا و جای دیگه وارد شد، چند تا دوستای دکتر من اینجا زنگ زدن که ما ماسک N95 و لباس و چیزای دیگه نداریم، تو میتونی کمک کنی؟ ما رفتم از یک ارگانیزیشن درست کردم، اسمش هست Operation Pac-Man، از کمپانی خودمون که MGA Entertainment، 5 میلیون دلار گذاشتیم توی این برنامه و از چین و کشورهای دیگه ماسک و چیزهای دیگه داریم میاریم، یه ذره میفرستیم پیش دکترا و نرسا، تموم هاسپیتال‌ها، تموم بیمارستان‌های آمریکا، انگلیس و کشورهای دیگه. یه کار دیگه ای که کردیم خانم سرشار، برای اینکه ونتیلیتر خیلی کمه اینجا، این دیزاینر ها و مهندس های دفتر ما یه چیز جدیدی اختراع کردن که مثل ماسک و میذاره رو صورت دکتر یا مریض و اکسیژن میرسونه به ریهشون و این خیلی سیفه، برای اینکه ونتیلیتر یه لوله است باید بکنن توی لانگز و اون دمیج میکنه لانگز رو، این نمیکنه و قیمتش هم خیلی ارزونه. ما این رو داریم درست میکنیم تو UCLA، این رو آزمایش کردن و جواب خوبی ازش اومد، داریم FDA اپرووال میگیریم، اینا رو هم داریم تو کارخونه خودمون توی اوهایو درست میکنیم و اینا رو هم داریم دونیت میکنیم به هاسپیتال ها و دیگه. آقای لاریان، معمولا میگن که بعضی چیزای جدید رو که باید موافقت FDA رو بگیرید یا موافقت نهادهای مختلف رو داشته باشین، الان یه مقداری سرعت عمل گذاشتن برای اینکه بتونن زودتر اینها رو انجام بدن. فکر میکنید کی این اختراع شما میتونن مردم یا بیمارستان ها ازش استفاده بکنن؟ بله، ما اینا رو از هفته دیگه به امید خدا شروع میکنیم که تولید کردن و از طرف این کانگرسمن براد شرمن و با FDA و طرف UCLA، بیمارستان UCLA در تماس هستیم و اونا به ما قول دادن که زودی اینو اپرووش کنن، تا یه هفته 10 روز دیگه اپروو میکنن. اگه نکنن ما خودمون دوباره پا میشیم بریم واشنگتن ببینیم چیکارش میکنن. از زمانی که اپرووو بشه تا موقعی که به دست مردم برسه چقدر طول میکشه آقای لاریان؟ والا من دارم روی این ریسک میکنم، دارم درست میکنم، برای اینکه توی UCLA مصرف کردن و جواب مثبت داد و فکر کنم که به محض اینکه FDA اپروو بشه بفرستیم، فکر کنم تا یه هفته دو هفته دیگه بتونیم شروع کنیم اینو فرستادن. برای تولید کلان کارخونتون اصلا سیستمشو عوض کردین؟ بله، برای کارخونه توی اوهایو ما اسباب‌بازی لیتل تاکس اینا رو درست میکنیم، داریم خیلی چیزشو عوض میکنیم که بتونیم اینو با کوانتیتی بزرگ حجم درست کنیم به قول شما، ولی اولیش با 3D پرینتینگ هفته 70-80 تا بیشتر نمیشه درست کرد با اون، ولی هر کدومش جون یه نفر نجات میده و همونطور گفتم خیلی چیز ارزونیه، 250 دلار فقط کاستش که درست کنن، ونتیلیتر دونه 35 دلار.
مواد اولیه‌اش در دسترس هست آقای لاریان؟ بله بله، مواد اولیه‌اش یه مقدارش داریم از چین وارد می‌کنیم و یه مقدار دیگه‌ش هم از اینجا تو آمریکا داریم می‌گیریم با هم دیگه. حمل و نقل و مبادله بین آمریکا و چین برقراره الان دیگه؟ یه مدتی که متوقف بود و هواپیما نمیتونست بره، الان آزاده؟ بله میشه آورد، مسافر نمیاد و بره، ولی کارگو و جنس میشه آورد. و از نظر ایمنی ایرادی نمیگیرن که بسایی که از چین میاد؟ چون برای بسیاری این سوال هست، حالا شما چون دستاندر کار هستید بله. این پرسش از شما میکنم، بار و اسباب ها و یا ماسک هم چیزای پزشکی که الان مورد نیاز هست اگه از چین بیاد، اینا از نظر ایمنی قابل اعتماد هستن؟ بله، این تمام جنس ها الان FDA اپرووال داره و CE اپرووال داره. ما توی چین یه دفتر داریم، 120 نفر فقط کار اینسپکشن میکنن، همه این رو اینسپکت میکنیم. چین بزرگترین کشور به اصطلاح چیزای مدیکال پرودوسر دنیاست. در صحبتهایی و نوشتهایی که خوندم با تو مصاحبه های متعددی هم شده، حدود 6 میلیون دلار تا الان خرج کردید و بعد به دوستانتون و به جامعه ایرانی هم و حتی جامعه بزرگتر این پیام رو دادید که تا این حد میتونید از خودتون و از کمپانیتون برای این پروژه و کارهای بعدی بگذارید و بعد از مردم تقاضای دو نوع کمک کردید، یکی کمک فکری با ایده های تازه و یکی هم کمک مالی اگه بتونن. اگه در این زمینه هم لطف کنید آقای لاریان توضیح بدید ممنون میشم. بله، گفته بودیم که اینجا روش 5 میلیون دلار خرج میکنیم، ولی تا حالا 6 میلیون 400 هزار دلار خرج کردیم روی این برنامه، برای اینکه به هر حال پول واسه خرج کردنه، کاغذ رنگیه به قول پدرم خدا بیامرز میگفت، پول یه کاغذ رنگیه و اگه جون یه نفر نجات میده خیلی مهمه. کمک میخوام دیگه از کسایی دیگه کمک میخوام، هر کسی که میتونه، یا کمک فکری یا کمک مالی، برای که این برنامه از آمریکا خواهد رفت توی کشورهای که مثل آمریکا نیستن، مثل آفریقا، مثل لاتین آمریکا، حتی هند، بنگلادش، اون جاها زدمه‌های بزرگتری خواهد. یه چیز دیگه هم که از مردم من خواهش میکنم، مخصوصا تو جامعه ایران خیلی آدمایی که سنشون بالاست یا خونه تنها هن که نمیتونن کسی رو ببینن، یه زنگ بزنن به پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، حتی همسایه هایی که سنشون بالاست، ببینن اینا چطورن، یه چیزی واسهشون ببرن، هر کمکی که میشه. به هر حال باید بیشتر توی کار فیلانتروپی اینا باشین تا هستیم الان و این خیلی مهمه. دقیقاً این نکته خیلی مهمی هم هست که شما بهش اشاره کردید. اگر کسانی فکر تازه دارن که میتونه در این زمینه کمکتون بکنه و یا اینی که مایل هستن همراهی مالی بکنن با شما در این زمینه، چگونه میتونن باهاتون تماس بگیرن، روی کدوم سامانه میتونن بدن، اگه میشه اطلاعاتشون لطف کنید؟ ما یه چیز ستاپ کردیم، وبسایت www.mgaecares.org. این نان پروفیت و تموم اطلاعات این برنامه، حتی اگه هاسپیتالایی که یا دکترایی که چیز لازم دارن، ما اینا رو همه رو مجانی واسه شون می‌فرستیم. میتونن اونجا درخواست بکنن و اگه کسی خواست دونیت کنه میتونه اونجا دونیت کنه و اگه ایده‌ای دارن که میتونن کمک کنن همونجا میتونن بنویسن. اسم این آپریشنه که ما گذاشتیم آپریشن پکمن، ولی بهترین راش همین برن توی این وبسایت www.mgaecares.org. البته دوستان بعد از www نقطه بعد بذارید، این یاد تو باشه، www.mgaecares cares هم آخرش s داره .org، برای اینکه با آقای ایزک لاریان و همکارانشون که در این زمینه مشغول کار هستن در تماس باشید، چه برای دادن فکرهای جدید، ابداعات جدید، برای اینکه کارشون سریعتر انجام بشه و یا اینکه اگر میخواید هدایایی بدید و یا کمک مالی بکنید که به بیمارستانها وسایل پزشکی رو برسونن. اگر این کار رو شروع بکنید آقای لاریان و شروع بکنید به ساختن ماسک، موقعی که اوضاع طوری بشه که دیگه لازم نباشه، شما مجددا به کار سابقتون که اسباب بازی و عروسک و این چیزا هست برمیگردید؟ یعنی برگردوندن اون کارخونه کار ساده ای به سبک و سیاق گذشتهش؟ والا اینو دو قسمتش خواهیم کرد. الان این برنامه که شده خانم سرشما 66 سالمه، ولی روزی 21 ساعت 22 ساعت دارم کار میکنم، هم روی این کار هم روی کار شرکت و تموم بچه‌هام، هم دومادم، عروس جدیدم، همه اینا اومدن کمک کنن روی این موضوع. خیلی خوشحالم که جوونام با من
همکاری میکنن و این ادامه خواهیم داد. واسه چریتی، واسه کمک ادامه خواهیم داد. این ماسکایی که درست میکنیم، البته یکیش که گفتم کارخونه‌مون درست میکنیم از ماسک ونتیلیتر که اونو داریم درست میکنیم، ولی ماسک معمولی و لباس و بقیه چیزا رو هم داریم وارد میکنیم که اونا رو همین هدیه میکنیم به بیمارستانا و کسای دکتر و نرسا و آدمایی که واقعا جان افشانی میکنن در جلو، برای که اینا خودشون هم اگه میتونید مریض میشن. من چند تا دکتر میشناسم که دکتر جوان که متاسفانه مریض شدن و مریضای دیگه شون و از بین رفتن، که کمک کنیم. واقعا اینا آدم های بریو و از جان گذشته هستن، دکترهای ما، نرسا، خیلی از ایرانی ها، خیلی از دکتر و نرسای ایرانی تو این برنامه هست. یک دنیا از شما سپاسگزارم برای این همه محبتی که کردین. میدونم که واقعا کارتون سنگینه، حتی در روزهای تعطیل آخر هفته این کار انجام میدید که سرعت عمل داشته باشه. با وجود این فرصت رو به من دادید که از کار شما شنوندگان این برنامه رو مطلع بکنم و امیدوارم که دوستانی که صدای ما رو میشنوند اگه دوست دارن دست یاری به سوی آقای ایزک لاریان دراز بکنن تا ایشون هم اگر فکر جدیدی هست که بتونه در این معضل بزرگ کرونا کمک بکنه جامعه جهانی رو به عنوان یک شهروند جهانی با ایشون همراه باشید. سپاسگزارم آقای ایزک لاریان. متشکرم خانم سرشار، خیلی متشکرم. موفق باشید. Hello everyone, my name is Isaac Larry and I'm CEO of MGA Entertainment. I could not just sit around and see this coronavirus who has devastated communities worldwide and do nothing about it. So I decided to get involved. Especially I got involved because I saw a lot of doctors, nurses, paramedics and people in the front line who are so brave to risk their lives, to save the lives of others. That is why we launched Operation Pac-Man. MGA proudly has committed to spend at least $5 million on this mission. And in addition, we have imported and already distributed hundreds of thousands of masks to hospitals all across the United States, and we'll do more. Once this disease leaves USA, unfortunately, it's going to affect other countries, populated countries like India, Latin America, etc. It's hopeful to also support those communities until this disease is eradicated from Earth. I am asking everybody to get involved, whether it is to make a small donation, anywhere that helps our hospital workers, please do that. I'm asking you to please read this message and share it to everybody else in your community. And I'm asking you especially to contact older people in your community who are alone, who are scared, who don't have grocery or other things, at least to call them and calm them down, and better yet, maybe take something for them and put behind the door. Anything you can do to help would be appreciated. Thank you so much for your support. Please donate. Please get involved with your communities, with your hospitals, especially with older people in your community. Thank you. یک کلام بشنو از دوستان. در این بخش از برنامه میریم به سراغ یکی از مشهورترین استنداپ کمدین های ایرانی، آقای مکس امینی، دوست نازنین من، که ببینیم یک انسانی که این همه فعاله و هرگز نمی نشینه و همش دنبال کاره تو این روزها، تو این هفته های در خانه نشستن، در چه حاله و چه میکنی احوال پرسی ازش بکنیم. آقای مکس امینی، صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر خانم سرشا. مرسی که توی همچین موقعیتی هنوز برنامه‌تون رو اجرا میکنیم برای همه شنوندگانتون. منم خیلی خوشحالم که میتونم این چند دقیقه رو با شما باشم. ممنونم که به ما وقت دادین. بله، ما از تو خونه به جای استودیو یه دونه کمد داریم. این آقای فرشاد خان بلندیان گفته برو تو کمد بشین، این لباس ها و نمیدونم اینا تو کمد باعث میشه که صدا اکو نداشته باشه، ضبط خوبی میشه. ما هم تو استودیو خونگی داریم برنامه رو ضبط میکنیم الان با شما. والا من این به این ستاپ شما کاملا واردم. آره؟ من خودم تمام تی وی شو هایی که الان باید ضبط بکنیم و تو کمد ضبط میکنیم که صدا خوب در بیاد. کسی نمیدونه که این کمد استفاده های مختلفی داره واقعا. بله بله. خب پس شما مشغول کاری در خونه در این حال؟ والا من یک آدمی هستم که در هر شرایطی اگه کار نکنم روحم آزرده میشه، خسته میشه، خیلی میتونم دیپرس بشم، واقعا مشغول نباشم. تو این حساب به هر بهانه‌ای که میشه خیلی سر خودم رو گرم نگه میدارم. همه تا حالا گفتن که این به اصطلاح اتفاقی که افتاده یک مسئله مثبتی اینه که داشته که ما رو از اون یه دفعه سرعت زندگیمون رو تغییر داده، یک دفعه به همه سایدی رو نشون میده که ما همه متوجه دیدیم که شاید هم ما خیلی وقتایی که با اس میذاشیم برای کارهایی رو نداشته بودیم. روی این حساب خب یه سری چیزای مثبت داره انجام میشه. پس شما چه کارهایی که نکرده بودید و الان دارید میکنید آقای مکسامینی؟ خب حالا من چند تا چیز به شما میگم خودم تجربه که تا حالا هیچ کسی نمیدونه، فقط تو برنامه شما میدونه. خیلی ممنون. ما اول این اتفاق خب خیلی ضربه خوردیم از نظر کاری، به خاطر اینکه ما تمام تورامون کنسل شد و یه استرس خیلی زیادی اومد روی تمام تیممون که بتونن سریع برنامه ها رو کنسل کنن، به اصطلاح کسایی که بلیت خریده بودن بهشون برسن، و خودمون از نظر اینترنالی به عنوان یک کمپانی انترتینمنت رفتیم زیر یک فشارهای بسیار بسیار زیاد. تمام سالونایی که پولش داده بودیم یه لحظات خیلی از نظر مالی و از نظر فکری و روحی خیلی یه دفعه فشار که شما از فکرشون میکردین، یعنی غیر منتظره بود. منم از این لحاظ خیلی استرس ما رفت بالا، حالا نمیدونم چی به چی دست داد، ولی تو این استرس بالا زیر یک هفته در روز کار و فشار من یک دفعه دیدم که حالم هم خوب نیست، سرتون رو درد نیارم، کرونا ما رو گرفت. ای شوخی میکنی؟ والا من یه دو هفته تموم با این مریضی دست پنجه نرم کردم و تو منزل؟ بله، برای تک و تنها برای که یه مریضیه که شما نمیتونی کسی که شما پرستاری بکنه، برای که اون بنده خدایی هم که میخواد کمک بکنه خودش همون وقت گرفتار. خب میگفتید من برای تو سوب میآوردم میذاشتم پشت در. قربون دست شما برم، به شما همین کاری که این کارهایی که انجام میدین اینقدر ارزشش بیشتره. منم از طرف خواهرم خیلی کمک شدم و طرف دوستانم برای من غذا آوردن، مرجان سرشار از کریشن خیلی برای من جوس و سوپ و خیلی به من کمک کرد، خیلی از دوستانم اینقدر که اومدن پشت در من غذا و به اصطلاح چیز و اینو گوشم، من احساس کردم که از نظر هیچ چیزی احتیاجی به بیرون رفتن ندارم. حدود دو هفته در منزلم همین با تب و این مریضی بر هر کسی یه جوره، ولی بر من تب و لرز و خیلی خستگی داشت، خیلی بدنم خسته بود. با دکتر در تماس بودین؟ بله بله، با دکترهای خیلی مختلف صحبت کردم، دوست دکتر صحبت کردم، ولی برای اینکه اغراق نشه این بیماری چیزی که من فهمیدم 80% موقعیت ها خیلی یک مثل یک سرماخوردگیه که فقط طولانی تره به اصطلاح خوب شدنش، مگه نه چیزی نبودش که من مثلا اغراق کنم بگم خیلی خیلی چیز عجیب غریبی بود. خب تب داشتم، بدن درد داشتم، خستگی داشتم، شبا بدنم عرق میکرد خیلی، همین علائمی که میگن اینا رو داشتم. اینقدر خسته بودم که اصلا نفهمیدم که این دو هفته چجوری گذشت. تمام روز شما باید بخوابین که بدن استراحت بکنه، و وقتی هم که بیدار میشدم فقط فکر همین دوای مثلا گفته بودن ویتامینایی که باید بخوری رو بخورم، مایعات، خیلی خیلی بس مایعات بخورید. فازه دو هفته سختی بود که اینم در کنار اینا گذشت و الان که خوبید ان شاءالله. الان 3-4-5 روزه که حالم خیلی خوبه، ولی هنوز تو قرنطینه کاملم، تنها هم، برای اینکه میگن که
باید بعد از اینکه هیچ علائمی دیگه ندارین دوباره شما باید دو هفته کارانتین باشین، باید که قرنطینه باشین. روی این حساب من نمیخوام که کسی از من این مریضی رو بگیره که وقت خدا نکرده اونم همین درد سر بکشه دیگه. من خیلی خیلی جدی خودم رو توی این بسرا قرنطینه گذاشتم. خوب کاری کردید. ببینم تو موقع فکرتونم به کارهای جوک ساختن و کارهای طنز و اینا میرفت، مثلا فکر میکردید که کیو الان دوست دارید برید بغلش بکنید ماچش کنید؟ والا هیچ کسی رو از من نمیخواستم ماشش کنم، ولی دشمنان چطور؟ دشمن خدا رو شکر من واقعا فکر نمی کنم ممکنی کش تو دشمنم باشه، ولی به شما بگم خیلی به جای جوک تو فکر این بودم که اینو داکیومنت کنم. حتی این تلفن دارم سنگین بود بلند کردنش، ولی هر چقدر تونستم از خودم فیلم گرفتم و از حال خودم توضیح دادم که بعدن که به اصطلاح مردم مثلا ممکنه این مریضیو بگیرن، یه هم براشون یه آندرستندینگی باشه، متوجه بشن چه خبره، همین که مثلا شاید یه دوست چیز مفیدی ازش در بیاد. روی این حساب یه سری ویدیو گرفتم، همین توی یکی دو روزه دارم ادیت میکنم که بذارمش روی سوشال میدیا. برای همین خاطر گفتم شما اولین برنامه هستین که مردم میشنون که من گرفتار این فلو بودم. سخت بود داشت برنامه هایی که داشتین برای سفر اینا کنسلشون کرده اید و خودتون یا طرف، یا اینی که عقب انداختین آقای مکسمی؟ مثلا تمام اونا، تمام برنامه هایی که میشد تاریخش رو عوض بکنیم برای آخر سال اونا رو عوض کردیم، ولی خب چند تاشو متاسفانه مثلا یه شهر مثل دنور و شهرهای کوچیکتر یه کمی سخت‌تر بود اینا رو، و اینا همه کنسل شده و به صلاح مردم پول بلیتشون رو فصل گرفتن. و یه چیزیه که خب همه دنیا با این مسئله به این مشکل برخوردن، و حالا امسال نشه سلامت باشن همه، انشاءالله همه حالشون خوب باشه سال دیگه. درسته ضرر مالی رو همیشه میشه جبران کرد، ولی بعد از اینکه سرماخورده گرم گرفتم، یعنی این به صلاح فرو رو گرفتم، تازه متوجه شدم که اون روزی که خیلی خیلی آدم حالش بده، تبش خیلی خیلی بالاست، اصلا متوجه میشه این زندگی همش برمیگرده به حال آدم. اگه حالمون خوب باشه بقیهشو میشه درست کرد، ولی حالمون که بده، حال بد جسمی و روحیمون که بده، واقعا زندگی اصلا ارزش نداره. میفهم. برای من یه درس خوبی بود این چند وقته. من همش نمیدونم چجوری بگم، ولی احساس میکنم با تمام ضررهایی که داشته از یه طرف هم یه درسای خوبی هم داشته دیگه. سعی میکنیم بگه مثبت ببینیم. بسیار کار خوبی میکنید. چقدر خوشحالم که باهاتون صحبت کردم. فکر کردم حالا یه فصل با هم دیگه بگو بخند میکنیم. هیچ اطلاع نداشتم که بیمار بودین، ولی با وجود این خوشحالم که خوبید، سلامت هستید. و این یه مژده بزرگم هست به همه کسانی که گوش میدن، که تعداد زیادی از کسانی که این بیماری رو میگیرن درصد زیادی خوب میشن و انقدر ترسناکی که همه فکر میکنن نیست، ولی همچنان شما با وجود که بیماری رو گرفتید تو قرنطینه هستید و این نکات رو رعایت بکنیم حتما تعداد کسانی که خدای نکرده از گرفتن این بیماری میمیرند کمتر خواهد شد. دقیقا همینطوره. مراقبت کردن از اینکه مردم نگیرن از همدیگه بزرگترین مسئولیته، ولی این کارمای بدی هم داره که اگه آدم بدونه که ممکنه الان کانتیجس باشه، واگیر باشه و مردم بتونن ازش بگیرن و واقعا این مسئولیت رو خیلی جدی نگیره، این باور منه ها که این کارمای بدی میتونه داشته باشه. برای که من نمیخوام هیچ کسی اونجوری که من افتادم تف کردم. همون تازه من خیلی خوششانس بودم که فقط با یه تب و لرز و اینا این گذشته، بعضی ها کارشون به بیمارستان میاد. درسته. حالا انشاءالله که همه واقعا سیف باشن. من خوشحالم که شما اینقدر مراقبت کردین، حالت خوبه که میتونین اینقدر به مردم کمک بکنین. اینا حقیقتا از این به قلب میگم، همین که اشخاصی مثل شما که واقعا برای ما مهمن، از خودشون واقعا حفاظت بکنن و به خودشون برسن، مواظب باشن، اونم یه گیفت برای بقیه. چقدر لطف دادی مکس عزیز، و خوب و خوش باشی، سلامت. انشالله دفعه دیگه با هم میگیم و میخندیم. یه دنیا ممنون. مرسی، خوشحال شدم صدای گلتون شنیدم. منم همینطور مکس عزیز. خدا. Thank you.
رادیو ایران مایل است از تعدادی از صاحبان مشاغل که در این روزهای پر از چالش به ارائه خدمات خود به شما در ماه اپریل ادامه می‌دهند و به استواری این رادیوی مردمی نیز کمک می‌کنند قدردانی کند. با سپاس از دکتر سام ابراهیمی، جراح قلب و عروق، دفاتر حقوقی فرشید عبیر، الکس کوهن و همکاران، وکلای امور بیمه، نیک یکانی از دفاتر اقتصاد و خانواده، وودلند هیلز مارکت در ولی، مرضیه شیرازی، بانوی وام، دکتر جعفر شجره، پزشک تصادفات، فروشگاه هولسام چویس در ایرواین، دفتر حقوقی مهنوش یزدانیار، وکیل افک، پیام شاهیان، وکیل لمنلا از Strategic Legal Practices، پرومت Medical Supply به مدیریت شان یدیدی، مریم شهرستانی از پیرس برادرز ولی اوکس، مواد غذایی بیبلوس، جاسمن وارتانیان، مدیر کالستار ریلتی اند مورگیج، دیوید ابراهیم پور، مدیریت سی بی اس آتو بادی و قالیشویی سفریان در لس آنجلس و ایرواین. پیام شایانی هستم، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار. در این شرایط ویژه و استثنایی، من و دفاتر شایانی همچون 20 سال گذشته پشتیبان جامعه ایرانی هستیم. دفاتر شایانی چون گذشته باز است و به دنبال دستور ایالت کالیفرنیا به دلیل شیوع ویروس کرونا در خصوص محدودیت حضور در کار، وکلا و کارمندان ما با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته آفیس‌های شایانی در حال ادامه کار و فعالیت از راه دور همچون گذشته هستند و پاسخگوی تلفن‌های شما خواهند بود. تلفن‌های امرجنسی شما به صورت 24 ساعته چون گذشته پاسخ داده خواهد شد. در حال حاضر می توانید فقط از طریق تلفن و یا ایمیل برای پیگیری پرونده‌های در جریان خود و یا ارجاع پرونده‌های جدید با دفاتر شایانی در تماس باشید. این دوران سخت هم با همیاری و همکاری با یکدیگر به پایان خواهد رسید. آرزوی سلامتی برای شما دارم. پیام شایانی 818 777 777. رادیو ایران مایل است از صاحبان مشاغلی که در این روزهای پرچالش همچنان به ارائه خدمات به شما ادامه داده و به استواری رادیو 670 AM نیز کمک می‌کنند قدردانی کنند. با سپاس از پیام شایانی، وکیل تصادفات، انریش فاینانشال به مدیریت آریان اقبالی، دکتر ناناز پیرنیا مغز درمانگر، گودبای استودنت لون به مدیریت مهناز شوقیان، دکتر آزیتا سایان روانشناس و مشاور خانواده، دکتر هومن مدیون متخصص قلب و عروق، ادیکشن ریکاوری پلیس و دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات. با سلام گرم و صمیمانه به هموطنان عزیز، کامران یدیدی هستم و به اطلاع شما عزیزان میرسانم که در این ایام تعطیلات اجباری دفاتر، وکلا و کارمندان ما به طور فول تایم و ریموتلی هنوز مشغول رسیدگی به پرونده های شما میباشند و تیم پذیرش پرونده های جدید تصادفات ما به طور 24 ساعته پاسخگوی شما عزیزان خواهند. خوشبختانه سیستم کامپیوتری دفاتر ما به شرکت‌های بیمه وصل می‌باشند و پرونده‌های جدید شما بلافاصله به شرکت‌های بیمه ارسال می‌گردد. دوستان عزیز، این نیز بگذرد. Be safe, be with your family and stay home. کامران یدیدی، آنکه در تصادفات بی‌رقیب است. 818 999 99 99. در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است. رادیو ایران مایل است از تعدادی از صاحبان مشاغل که در این روزهای پر از چالش به ارائه خدمات خود به شما در ماه اپریل ارائه می‌دهند و به استواری این رادیوی مردمی نیز کمک می‌کنند قدردانی کند. با سپاس از تونی باروتی، فاینانشال ادوایزر، دکتر فربود مجد، وکیل دعاوی خانوادگی، حقوقی و ورشکستگی، دکتر محمود مشکین، جراح و متخصص کاشت مو، دکتر رابرت خرمیان، جراح و متخصص پا، MGM Lenders به مدیریت شان صادقی، محصولات غذایی گلچین، سعید دهیمی و اساتی در دنیای موسیقی، محصولات غذایی چاپ چاپ، محصولات غذایی صدف، شرکت پلنت کانکشن با مدیریت امیر پاشا، دکتر بابک تقوی وکیل جنایی از تقوی لا، مستر اورینتال راگز به مدیریت برادران منصوری، کوکران اتوبادی شاپ، دکتر ایمان جعفری از بریتون لیگال ایمپلویمنت و پرسونال اینجوری.
از این سوی زمین تا آن سوی زمان، گذری بر گستره جهان با دریچه. برنامه ای از بنفشه سوده، هر شنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر. KIRN 670 AM رادیو ایران 670 AM با صدها هزار شنونده در ایالات متحده و سراسر جهان پشتیبان جامعه ایرانیان در جنوب کالیفرنیا، به ویژه در لس آنجلس و اورنج کانتی است. شما نیز می توانید از همینک با تایپ نشانی KIRN 670 AM در اپ استور و گوگل استور گوشی های خود اپلیکیشن رادیو ایران را تنها با یک کلیک به صورت رایگان دانلود کرده و همراه با دیگر ایرانیان سراسر جهان آسان تر از گذشته شنونده برنامه های ما باشید. هوای تازه هر یک شنبه از ساعت 7 تا 9 بعد از ظهر با من پروین جوادی. چو در دست است رودی خوش، بزن مطرب سرودی خوش، که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم. KIRN Simi Valley Los Angeles 95.5 FM HD3. صبحانه با هما سرشار. دوستان، به ساعت دوم و بخش دوم برنامه امروز شنبه 11 ماه آوریل سال 2020 میلادی برابر با 23 فروردین ماه 1399 خورشیدی خوش آمدید. برنامه رو با گفتگویی با آقای دکتر جواد نفیسی ادامه میدیم. خواهش من از همه شما این هست قوانینی رو که در شهر، در ایالت و در کشور برای شهروندان آمریکایی وضع میکنند و تقاضایی که از شما دارن مسئولین امور برای اینکه در خانه بمانید و فاصله اجتماعی را نگه دارید و از ماسک و دستکش استفاده بکنید و دستاتون رو بشورید، حتما این کار رو بکنید. به طور قطع این کارهای تک تک ما به اینکه زودتر این قرنطینه خانگی به پایان برسه کمک فراوانی خواهد کرد. به دنباله برنامه توجه کنید. در محضر استاد خب دوستان، در این لحظه به دیدار آقای دکتر جواد نفیسی میریم. دکتر روانپزشک، رواندرمانگر و محقق و پژوهشگر در زمینه مسائل و معضلات روحی و روانی، که از معدود کسانی که در زمینه روانشناسی فردی هم پژوهش‌ها و تحقیقات فوق‌العاده زیادی دارن و موضوع بسیار مهمی رو این بار با ایشون در میون می‌گذاریم و نظر تخصص ایشون رو در این زمینه می‌خوایم. در طول دو هفته گذشته در نشریات و روی رسانه‌های اجتماعی مقالات مفصلی در مورد پرزیدنت ترامپ نوشتن و رفتارها و هنجارهایی که طی این دو هفته بحرانی از ایشون در تلویزیون و در مصاحبه‌های مطبوعاتی دیده شده و تجزیه تحلیل‌های مختلفی کردن. بهترین کسی که می‌تونه در این زمینه ما راهنمایی بکنه که شخصیتی که ما در این یکی دو هفته اخیر از آقای ترامپ دیدیم چگونه شخصیتی است و به تجزیه تحلیل اون بپردازه، آقای دکتر جواد نفیسی هستن که محبت کردن و فرصت این رو به ما دادن که ازشون در این زمینه ها پرسش بکنیم. آقای دکتر نفیسی، صبح شما بخیر. صبح شما بخیر خانم سرشار. خیلی متشکرم از دعوت شما و این معرفی سرشار از محبت شما. و در ضمن سلام خدمت شنوندگان برنامه آموزنده شما. امیدوارم که همگی ما از این بحران جانگیر و همگیر ویروس کرونا جان سالم به در ببریم. من در خدمت شما. بله، ما هم چنین آرزویی رو داریم و در انتظار روزی هستیم که این بیماری از سراسر جهان رخت بربنده و ما به زندگی عادیمون برگردیم. البته که هیچ وقت ما به زندگی قبلیمون بر نمیگردیم. یه زندگی جدیدی رو شروع خواهیم کرد پس از کرونا که حالا باید دید چگونه خواهد. آیه دکتر نفیسی، در مدتی که آقای پرزیدنت ترامپ یک گروه ضربتی درست کردن، یه تاسک فورس برای مقابله با
فاجعه کرونا در آمریکا و همینطور در سراسر جهان، ما هر روز تقریبا حدودای ساعت 3:30 به وقت لس آنجلس شاهد یک مصاحبه مطبوعاتی هستیم از ایشون و گروهشون که به طور روزانه داره پخش میشه و خب برای اطلاعاتی که در این زمینه گرفته میشه نظریات مختلفی از واکنش‌های آقای ترامپ در گزارش دادن، در تعامل با خبرنگاران و در اطلاع رسانی پیدا میشه. یکی از جالب‌ترین مقالات مقاله نیویورک تایمز بود که ایشون رو به عنوان یک رهبر خودشیفته معرفی کرده بود. شما هم جلوی تلویزیون بودید و این دو هفته آقای ترامپ رو مثل همه ما مشاهده کردید. یه تجزیه تحلیلی از شخصیت ایشون برای ما بکنید. برای من مهمه که بدونم چگونه در حالی که خودشون یه گروه ضربت رو تشکیل دادن و معاونشون رو به ریاست گذاشتن، بازم خودشون هر روز اونجا هستن و هر روز صحبت میکنن و حرف میزنن و نظر میدن. خانم سرشار، اگر شما خاطرتون باشه چند سال پیش زمانی که ایشون کاندیدای رئیس جمهوری بودن، در همین برنامه من شما راجع به ایشون صحبت کردیم. درست. من از دید روان پزشکی یک مقدار ابزرویشنای خودم و اون چیزی رو که من حس میکنم با شما و شنوندگان عزیز شریک شدم. الان در این بحرانی که ما داریم، رفتار و حرکات و گفتارهای ایشون هیچ فرقی با قبل نکرده. تنها چیزی که ما میتونیم اینجا اضافه کنیم که این در حال حاضر وضع خیلی بحرانی و خطرناکه و در نتیجه خطایی اگر اینجا صورت میگیره نتیجهش بسیار مرگبارتر خواهد بود. اجازه بدید که من اینو برای شنوندگان عزیزمون روشن کنم که من و شما از این برنامه نه هدف سیاسی داریم، نه میخواهیم کس تغییر بکنیم. تنها دلیلی که ما داریم در مورد ایشون صحبت میکنیم این که یه آگاهی بهتری از کسی که رهبری ما رو به عهده داره پیدا کنیم. دقیقا حرفتون درست. نتیجتا با اینکه من شخصا مخالفم که ما روی هیچ کسی برچسب تشخیصی از روانپزشکی بگذاریم، خصوصا اگر اینکه شخصا اون فرد رو ارزیابی نکرده باشیم، معاینه نکرده باشیم، ما بیایم یه برچسب بزنیم روش، به نظر من این کار کاملا غلطه. ولی من به خودم این حق رو میدم که به علت آزادی بیان و فریدم آف اسپیچ، اون چیزی رو که ما از طریق اخبار و میدیا باهاش آشنا میشیم و آگاه میشیم، نظرمونو با همدیگه سهیم بشیم و اگر کسی خصوصیات شخصیتیش طوریه که میتونه خطرناک بشه برای جامعه، ما خصوصا روانپزشکان و روانشناسان یه وظیفه قانونی دارن که مطابق این وظیفه باید افرادی رو که مورد خطر هستن بهشون هشدار بدن و اونا رو آگاه بکنن. الان به نظر من میرسه که وضع آنچنان خطرناک شده که همکاران عزیز من باید همصدا بشن و اون چیزایی رو که اصلا تخصص لازم ندارید، فقط کافیه که به سخنان ایشون گوش بکنید، همینقدر که یک گوش شنوا داشته باشید و یک چشم بینا داشته باشید بدون هیچ تخصصی، به راحتی متوجه میشیم که ایشون تمایل دارن به اینکه غلو بکنن و اگزاجره بکنن. میبینیم که در خصوصا زمانی که راجع به توانایی ها و استعداد ها و موفقیت های دروغین خودشون صحبت میکنن و خودشونو برتر از دیگران میدونن و همچنین روشنه که ایشون چه نیاز شدیدی و یه حالت تشنگی دارن برای اینکه مورد توجه و تحسین و تمجید دیگران قرار بگیرن، تا حدی که میشه گفت یه اعتیادی دارن به اینکه توجه و تحسین و تمجید دیگران رو بگیرن و حاضرن این یه معتاد هر کاری که میتونن انجام بدن که بهترین و قادرترین و با تجربه ترین و فهمیده ترین به نظر بیان و مرتب هم که دارن برای خودشون تبلیغ میکنن. متاسفانه زمانی که این خصوصیات رو در کسی میبینید و دیگه هیچ اثری از نجابت و اصالت و صداقت و وفاداری دیگه نمیشه، که اینا رو لازم ندارید برای اینکه یک کازینودار و قمارخونه‌دار خوبی باشید، ولی موقعی که با جون مردم سر کار دارید و باید بشریت و انسانیت رو حس بکنید و کمک بکنید، اون موقع این حساسیت لازمه که ما ببینیم جون مردم در خطره و کاری از دستمون برمیاد اونجوری که مثمر ثمره انجام بدیم. اگر سوابق
کاری و شغلی ایشون رو نگاه کنید، پرونده رابطه زناشویی ایشون رو نگاه کنید، رابطه اون رو با اعضای کابینه خودش بهش نگاه کنیم، میبینیم که متاسفانه خیلی خیلی نقاط ضعفی وجود داره که میتونه به جامعه شدیداً صدمه بزنه. نمونش هم در این جریان دیوار گذاشتن و وضعی که برای مکزیکی هایی که پدر مادرهاشون رو از بچه هاشون جدا کردن، ما دیگه شاهد بودیم که با چه بیرحمی به اسم نو تالرنس چجوری بچه ها رو از پدر مادرهاشون قسی القلبانه جدا کردن و بدون اینکه خم به ابروشون بیاد. آقای دکتر نفیسی، شخصیت هایی که همدلی، همحسی و یا انسان دوستی به نوعی در وجودشون نیست، ولی همه آنچه که براشون مهم هست چیزهای بیرونیه، نه آنچه که در درون انسان ها باید بگذره، و انسان ها رو اصلا با اون شخصیت ها، با اون ویژگی ها نگاه نمی کنن، چگونه افرادی هستن؟ چون ایشون حتی کسانی رو که خودشون انتخاب میکنن و به کابینه‌شون اضافه میکنن، ظرف این 3 سال گذشته بارها و بارها کسانی که مورد تمجیدشون هم بودن اول به دلیل اینکه حرفشون رو گوش نکردن یا آنچه که ایشون میگه باش موافق نیستن رو بیرون کردن. نمونش هم آخرینش همین یکی از این بازرسان کله که خودشون گذاشته بودن که بر نحوه خرج کردن این پول محموله کمکی نظارت بکنن و بیرون کردن، برای اینکه باشون توافق فکری نداشته. ببینید، در افرادی که چنین خودشیفته هستن، همیشه منافع شخصی خودشون قبل از همه چیز میاد. این افراد آنچنان خود بزرگ بین هستن و آنچنان امنیپوتنت و گراندیوز که هیچ توانایی هیچ گونه تنقید و مخالفتی ندارن. در نتیجه به محض اینکه کسی برخلاف اون چیزی که اونا میگن صحبت میکنه، اون طرد میشه و دیگه اگه شما عقب احساس همدردی میگردید، عقب احساس وفاداری میگردید، هیچ اثری از ایشون، از این احساسات در درون ایشون دیده نمیشه. ایشون عادت کردن به دروغگویی و حق بازی و دوز و کلک و جور کردن و ببینید تجاوزات و تعصبات جنسی و نژادی و دینی و غیره رو ما در ایشون مکرر دیدیم. در نتیجه ایشون خودشون خیلی زود تو زندگیشون، خیلی زود میتونیم برگردیم به اون چند سال اول زندگیشون، یه دیواری بین خودشون و دیگران از نظر عاطفی و احساسی ساختن و خودشون رو توی اون 4 دیواری نگه داشتن. بعدن ما راجع به این دیوار برای جدا کردن مکزیک از آمریکا خیلی شنیدیم، ولی این دیوار فقط الان درست نشد، این دیوار خیلی زود برای ایشون درست شد که از نظر احساسی و عاطفی نه خودشون با احساسات در تماس باشن، نه اینکه بتونن با دیگران نزدیکی عاطفی پیدا بکنن، پیوند عاطفی ایجاد بکنن، چون اون دیواره جلوشو میگیره و در نتیجه پشت دیوار دارن زندگی میکنن. و متاسفانه اینجور افراد مگر اینکه بخوان درمان بشن، که درمانشون هم مشکله، این دیوار رو با خودشون به گور میبرن. دکتر نفیسی عزیز، اشاره کردید به دوران کودکی آقای ترامپ. برای من جالبه بدونم اصولا این ناهنجاری خودشیفتگی یا نارسیسیسم ژنتیکه یا محیطیه، یعنی اکتسابیه. نحوه بزرگ شدن افراد در خانوادهشون روشون تأثیر میذاره و شخصیت چنینی براشون به وجود میاره، یا اصلا چنین به دنیا میان؟ هیچ کسی چنین به دنیا نمیاد. من میتونم با کمال اطمینان خدمت شما عرض کنم که ایشون، دونالد ترامپ، اگه ما میتونستیم ساعت رو برگردیم و بریم به موقعی که ایشون به دنیا اومد، اون دونالد ترامپ نوزاد یه انسانه، یه بشره، برخلاف اون چیزی که داروین میگه که جد ما میخوره به شامپانزه. من 100% از نظر عاطفی و روانی با اون مخالفم. ما همه انسان به دنیا میاییم. اون بلاهایی که به سر ما میاد ما رو چنین قسی القلب میکنه، ما رو چنین بی احساس و بی عاطفه میکنه. متاسفانه من هیچ خبر دقیقی از کودکی ایشون ندارم. خود ایشون هم زیاد راجع به
خودشون و خانوادهشون صحبت نمی کنن تا اونجایی که من می دونم. ولی اونقدر ای که اخبار نشر کرده و از اخبار من شنیدم، ایشون چهارمین فرزند 5 نفرن که یکی از برادرهای بزرگترینشون دومیشون متاسفانه اعتیاداتی داشتش که آخرش هم معلوم نشد که آیا خودکشی کرد در سن 44 سالگی یا اینکه به علت زیاد روی در مشروب و الکلیک شدن فوت کرد. و خود ایشون در مورد این برادر صحبت کردن و گفتن که روشون خیلی اثر دردناکی گذاشته و باعث شد که ایشون نه مشروب بخورن نه سیگار بکشن. و به عبارت دیگه میشه گفت که اون فرد که برادری بود که فوت کرد و ایشون، هر دوشون دو تا روی مختلف یه سکه هستن، چون هر دوتاشون از یه جا میان، از یه مادر میان، از یه پدر میان، ولی ایشون تصمیم گرفتن که فلیپ بکنن و برن در جهت مخالفش و نه مشروب استفاده کنن نه سیگار بکشن، ولی احتیاج به توجه دارن، که احتیاج به ادمیریشن و اینکه مورد تمجید قرار بگیرن که دارن، تو حرفاشون میشنوی. در نتیجه متاسفانه ایشون تا موقعی هم که به دنیا اومدن حدود 2 سالگی یه برادر دیگه به وجود اومد، به نظرم اسمشون رابرت بود، که ایشون بعد از اینکه به دنیا اومدن مادر اشکالات بعد از زایمان پیدا کرد و 4 بار روش عمل کردن. در نتیجه میشه گفت که شاید از اون زمان که حاملگی مادر شروع شد تا سالهای بعد که ایشون تحت درمان بودن و عمل جراحی روشون صورت میگرفت، ایشون بی مادر بودن. و پدرم اینجوری که من شنیدم یک مردی بوده که خیلی دنبال کار و کاسبیش بوده و چندان محبتی و رولی توی بزرگ شدن این 5 تا بچه نداشته. نتیجه چی شده؟ نتیجه این که اون چیزی که نوزاد بشری مثل یه ماسک اکسیژن لازم داره، که یه رابطه عاطفی قوی با مادر و پدر ایجاد بکنه، ایشون از اون محروم شدن. مثل حساب بانکی میمونه خانم سرشار، اگر توش ما دیپازیت نکنیم، پول نذاریم، که ما نمیتونیم بریم از بانک پول بکشیم بیرون. در درون ایشون در حساب محبت و مهر مادر و پدری هیچ پسندازی نشده بوده که ایشون بدن بتونه بکشه و بده به کسای دیگه. بعد میبینیم در روابط زناشویش خودش نشون میده، در رابطه با زنها چجوری خودش نشون میده، خیلی ابیوزیو و از اونا سوء استفاده میکنه. در رابطه با کسانی که خودش انتخاب کرده، همونجور که شما فرمودید، و خودش تمجید کرده، چه راحت میتونه قطع بکنه و تمام پولا رو پشت سر خودش آتیش بزنه. متاسفانه یک چنین کسی بعدن در 13 سالگی آنچنان این رفتارش غیر قابل تحمل بوده توی خونه، که اونو میفرستنش یک دبیرستانی که مال نظامی ها بوده بله، و با امید اینکه اونجا بتونن اینو تربیتش کنن و درستش کنن. پس ببینید جونشو، جون همه رو به لبشون آورده بوده که مجبور شدن که اینو بفرستن. ولی خوشبختانه از یه جهتای هوش بالایی داشته و تونسته خودشو توی یه کارهای موفق. در انتخاب اولیه‌ای که ملت امریکا بر عنوان یک نامزد ریاست جمهوری کردن و آقای ترامپ رو برای ریاست جمهوری انتخاب کردن، شاید این آگاهی‌ها و این واکنش‌های مختلف رو ظرف 3 سال گذشته که آقای ترامپ دیدن به این شدت نمی‌دونستن. ولی کلاً یه سوال برای آدم پیش میاد، در شرایطی که انسان‌هایی که به کار سیاسی وارد میشن رهبری یک کشور رو به عهده میگیرن، باید داروی یه ویژگی‌های خاصی باشن که مردم اونا رو انتخاب بکنن، چه سیستمی الان جاری بوده که مردم آمریکا آقای ترامپ رو به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردن؟ بله، چه سوال خوبی کرده خانم سرشار. اگر اون کسایی که بنیانگذار این قانون بودن و این سیستم رو درست کردن الان زنده بودن و این وضع رو می دیدن، حتی خوابش هم نمیتونستن ببینن که یک همچین کسی با یک همچین شخصیتی بتونه به کاخ سفید راه پیدا بکنه. اونا این سیستم رو طوری درست نکردن که یه همچین افرادی با این خصوصیات بتونن به یه همچین مقامی برسن. و
و بتونن روی سرنوشت دنیا و آمریکا اثر بذارن. در نتیجه اگر سوال شما اینه که چطور میشه که اینا اینقدر رأی پیدا میکنن و چطور شد که اینقدر افراد رأی دادن به ایشون، اینو باید قبول بکنید که به کی رأی دادن؟ به یک کازینو دار و یک قمارخونه دار رأی دادن. و خصوصیت شخصیتی کسی که میخواد تو اینجور کار موفق بشه، کازینو دار که دلش نمیسوزه که اون کسی که اومده اونجا و پولش داره میبازه آیا برای زن و بچهش پول خواهد داشت یا نه، اونا فقط حد اکثر استفاده رو میخوان بکنن، هدفشون هم اینه که مکسیمایز بکنن، حد اکثر بکنن استفادهشون. و اینجور شخصیت ها برای اون کارها بسیار موفق میشن، چون احساس در کار نیست. ولی موقعی که یه همچین شغل مهمی رو میدید به دست یه همچین فردی که از احساس در درونش، از عاطفه در درونش خبری نیست، فقط یه کامپیوتره و منیپولیت میکنه، اون موقع ما یه جامعه ای رو داریم میدیم دست یه کسی که میتونه خیلی خطرناک باشه. چرا افراد به این چنین شخصیتی رأی دادن؟ اونجاست که ما باید ببینیم که رأی دهندگان به ایشون خودشون چه نوع شخصیتی داشتن، چی بوده در مورد ایشون و این حالت گراندیوزیتی و خودبزرگبینی ایشون و این حالتی که میتونه مردم رو تحت تاثیر قرار بده چی بوده در مورد. برای اینکه اگر شما به فرهنگ لغتی ایشون نگاه بکنید، در حد یه بچه دبستانیه تعداد لغتایی که ایشون در صحبتاشون به کار میبرن. از در نتیجه نمیتونیم ما بگیم که ایشون خیلی خوش صحبت هستن و تونستن فریب بدن. نه، ایشون میدونستن، خیلی باهوش بودن، میدونستن یه عده‌ای چه چیزایی میخوان. بهشون قول دارن که اگه من انتخاب کنی همه اون چیزایی که تو میخوای من برات تهیه میکنم. و اینجوری مردم کشوندن برای رأی دادن و رأی گرفتن. تازه در رأی گیری هم اگه خاطرتون باشه، ایشون که حد اکثر رأی رو به دست نیاوردن، حد اکثر پولای رأی رو به دست آوردن. خانم کلینتون رأی بیشتری به دست آورد. در هر صورت سیستمی که اجازه میده که اینجوری یک کسی به یه همچین شغل مهمی دسترسی پیدا بکنه، اون سیستم باید ارزیابی بشه به نظر من. و 100% هر کسی که میخواد به یه همچین مقامی برسه باید از نظر عاطفی و روانی، همچین از نظر جسمی، از نظر جسمی هم همینجور، یه حداقلایی رو داشته باشه که بتونی همچین کار حساسی رو به عهده بگیره. دکتر جواد نفیسی، یک برخوردی هم در همین مصاحبه‌های مطبوعاتی من مشاهده کردم که یک شخصیتی مثل آقای دکتر فاوچی که تقریبا تمام اطلاعاتی که میده مخالف اون چیزیست که آقای ترامپ میگن، ولی اون یک دانشمنده و از روی علم و اطلاعات و آگاهی مشخص و معینی حرف میزنه که نمیشه شک کرد در موردش. روزای اولی که این مصاحبه رو من میدیدم، شاید از دست این آقای دکتر فاوچی یه ذرم عصبانی بودم که چرا اصلا میاد توی همچی گروهی و حرف میخواد بزنه که حتی بعضی موقع نمیذارن حرفشو بزنه. ولی الان این بعد از این دو هفته میبینم که او هم باید یه شخصیت خاص ویژه‌ای داشته باشه که از این موقعیت میتونه با وجودی که در کنارش یه همچین آدم خودشیفته‌ای وایساده استفاده بکنه و بالاخره حرف خودش رو و پیام خودش رو به مردم برسونه. شما اینو چگونه تحلیل میکنید؟ ببینید، نظر منو میخواهید در این مورد، ما باید ببینیم که چه ورقایی دست ما دادن و بهترین بازی رو که با اون ورقایی که دستمون دادم انجام بدید. ایشون الان رئیس جمهوری که نمیتونه عوض بکنه، در نتیجه باید یه جوری هم بسوزه هم بسازه. و با این که ایشون بسیار تیک اوور میکنه و با این حالت خود بزرگ بینی خودش قبولم کرده، خودشو قانع کرده که جدا بیش از دکتره میدونه، بیش از متخصصین میدونه، و به علت این که چنین خودشو
پرقدرت و فهمیده و مثل یه خدایگان میبینه خودشو که هر چیزی رو میتونه انجام بده، هر کاری رو میتونه انجام بده، اینو باورش میشه. در نتیجه به خودش اجازه میده که حتی بزرگترین متخصصینم در مورد یه چیزی که اون هیچ اطلاعی نداره دارن صحبت میکنن، حرف اونها رو قطع بکنه، نظر خودشو بگه و حتی نظر اونها رو رد بکنه. اینها همه جزو این سیستم متاسفانه صدم دیده عاطفی و روانی ایشون. چقدر از شما سپاسگزارم دکتر جواد نفیسی. اگه تا فردا با هم خواستیم صحبت بکنیم، من سوال داشتم ازتون بکنم. شاید که در فرصتی دیگر در برنامه دیگر ادامه این صحبتمون رو با هم دیگه داشته باشیم، برای اینکه این تحلیل هایی که شما ارائه میدید که بسیارم علمی است، پایه علمی داره، برای بسیار از شنوندگان ما باید روشنگرانه باشه و انتخاباتی که در پایان امسال داریم رو باید با دیده بازتری بهش نگاه بکنن برای سال 2021. سپاسگزار و ممنونم از شما. منم سپاسگزار و با شما و شنوندگان عزیزتون خداحافظی میکنم. روزتون بخیر. Stay safe. شما همینطور. مراقب خودتون باشید. AM Los Angeles. رادیو ایران مایل است از این فرصت استفاده کرده و از تعدادی از صاحبان مشاغل که در این روزهای پر از چالش به ارائه خدمات خود به شما در ماه آوریل ادامه داده و به استواری این رادیوی مردمی کمک می‌کنند قدردانی کند. با سپاس از دکتر پیام درخشان، وکیل امور انحصار وراثت، اشرف حبیبی، سوشال سرویس، دفتر حقوقی و حسابداری ظاهر فلاحی، دفتر حقوقی کاوسیان، وکیل دادگاه با تخصص دریافت خسارت در آسیب‌های ساختمانی، طلایی لا آفیس امور مربوط به انحصار وراثت، موجی فکور فرد متخصص بیمه‌های مکمل مدیکر در کالیفرنیا، گیتا صرافان متخصص وام از دریم ورکس فاندینگ کورپوریشن، سوفی از کمپانی مستر سوفی متخصص امور بیمه، مؤسسه نصرت آموزش زبان انگلیسی و اسپانیش، دفتر حقوقی شاهین مطلبی وکیل انحصار وراثت، ایلات مارکت در پیکو، کیو مارکت در ولی و کباب بای فرج رستوران و کیترینگ. این ماه قراره $1,000 درآمد شما بیشتر بشه. تعجب نکنید، شدنیه. با ما تماس بگیرید. وقتی که $1,000 کمتر این ماه بابت مینیمم پیمنت های کردیت کارت ها پرداخت کنید، با ما تماس بگیرید. شدنیه. چون ما راه کم کردن بدهی های کردیت کارت ها رو خیلی خوب بلدیم. 818-2000. تیم تخصصی زنید با مدیریت مانی حاتمی راه حل‌های عملی کم کردن بدهی‌ها رو در اختیار شما قرار میدن تا درآمد خودتونو بی دلیل صرف پرداخت بهره‌های سنگین بانک‌ها نکنید. با ما تماس بگیرید. مانی حاتمی 818-2000 کردیت برتر بدهی کمتر با قانون 818-2000. دکتر هلن ماهفر مشاور خانمانی و رواندرمانگر برای بازسازی خیشتن، آرامش روح، افزایش خلاقیت و بهبود روابط در زمان قرنطینه، مسلط به زبانهای مختلف از طریق تلفن، فیس‌تایم، واتساپ و جلسات دست جمعی و کاپل تراپی به وسیله زوم اپ با هزینه مناسب در خدمت هموطنان گرانقدر. 310-866-6622 310-866-6622. دکتر هلن ماه ماهفر LMFT 46700. رادیو ایران مایل است از صاحبان مشاغل که در این روزهای پرچالش به ارائه خدمات خود به شما همچنان ادامه می دهند و به استواری رادیو 670 AM کمک می کنند قدردانی کنند. با سپاس از دکتر جان رضاپور، دکتر حسین نجفی، دکتر فرهاد نصر، دکتر هدیه جعفرودی، دکتر بابک بامشاد، دلامن گروپ، شان گذرخا، وکیل تصادفات، الماس بود، ساعد مشاور، بی ان ام ریل استیت، بهرام ملکوتی، کلبس اینشورنس، هادی شکیبانژاد، ان آی یو کالج، دکتر عسکری، اکسل لاین مورگیج،
نیک یونانیان و 911 راک. پلانت کانکشن ارائه دهنده مجهزترین سیستم های سولار، دربو، پنجره، روفینگ و ایر کاندیشنینگ. پلانت کانکشن بیاند پاور. 818-722-6222 با مدیریت امیر پاشا. دکتر بابک بامشاد متخصص مجرای ادرار و کلیه، چنانچه از مشکلات مثانه، پروستات، کلیه و مجرای ادرار و عدم کنترل ادرار رنج میبرید، با مطب دکتر بابک بامشاد با شماره 310-854-07-77 تماس بگیرید. رادیو ایران مایل است از تعدادی از صاحبان مشاغل که در این روزهای پر از چالش به ارائه خدمات خود به شما در ماه اپریل ارائه می‌دهند و به استواری این رادیوی مردمی نیز کمک می‌کنند قدردانی کند. با سپاس از تونی باروتی، فاینانشال ادوایزر، دکتر فربود مجد، وکیل دعاوی خانوادگی، حقوقی و ورشکستگی، دکتر محمود مشکین، جراح و متخصص کاشت مو، دکتر رابرت خرمیان، جراح و متخصص پا، لندرز به مدیریت شان صادقی، محصولات غذایی گلچین، سعید دهیمی و اساتی در دنیای موسیقی، محصولات غذایی چاپ چاپ، محصولات غذایی صدف، شرکت پلنت کانکشن با مدیریت امیر پاشا، دکتر بابک تقوی وکیل جنایی از تقوی لا، مستر اورینتال راکس به مدیریت برادران منصوری، کوکران اتوبادی شاپ، دکتر ایمان جعفری از بریتون لیگال ایمپلویمنت و پرسونال اینجوری. به رادیو ایران گوش میکنید، قلب جامعه ایرانیان. Since 1999 دیدار دوست. خانم شهره آقداشلو، روز شما بخیر. خانم جان، روزتون بخیر و همینطور شنوندگان عزیزتون. خیلی ممنونم که اجازه دادی با شما یه صحبتی بکنیم در این قرنطینه. چطور میگذره روزا؟ چه وقتی بهتر از این خانم جان که با هم صحبت کنیم. خوب میگذره، من بلدم چجوری سر خودم گرم کنم. کتاب میخونم، مینویسم، فیلم نگاه میکنم، سریال میبینم، هر کار مفیدی که از دستم برمیاد بتونم یه چیزی ازش یاد بگیرم کار میکنم. مثل که ما زنها بهتر از مردا بلدیم سر خودمون رو گرم کنیم موقعی که تنها هستیم یا تو خونه هستیم. چقدر حرف درستی داری. یعنی باور نکردنیه. هر تقریبا دو ساعت یه دفعه همسر گرام من آقای حسنگ توزی میاد. اگر این وضع این طور بخواد ادامه پیدا بکنه که من که دیوانه میشم. میگم خیلی خوب تو که داری مینویسی. آره ولی بعد قبلا میرفتم بیرون. حالا خیلی خوب فکر باید یه قدمی بزن بیرون. نه این روتین من به هم خورده. روتین من به هم خورده. صبر زنان اصلا یک چیز افسانه‌ایه واقعا. بله، ما میتونیم روزها تو خونه باشیم و سر خودمون رو گرم کنیم، آقایون براشون سخته و به همین دلیل هم باشون همدلی میکنیم، درسته؟ کاملا میگم خیلی خوب مثلا رو بیبسیم با هم یه فیلم ببینیم. بعد اندیشت دیدم یه دونه خیلی خوالا امساب هم یه دونه دیگه تو یباش یباش راضیش کنیم که تحمل کنه روزهای در خونه ماندن رو. خانم آقداشلو، از هالیوود چه خبر؟ برای شماها چه اتفاقی افتاده در این مدت؟ خیلی جالبه. صنعت فیلم و تلویزیون و هالیوود هم مثل بقیه صنایع به محض اطلاع از ویروس کرونا همه فیلم برداری ها رو قطع کردن. تمام برنامه های زنده تلویزیونی رو قطع کردن. فیلم برداری ها قطع شد، بازیگرها همه رفتن منزل، منتظر الان نشستن که ببینن کی دوباره اجازه بازگشت به فیلم برداری بهشون داده میشه. اما تلویزیون کار جالبی کرده که خب میتونسته این کارو بکنه. حالا که رفتن منظر، بسیاری از شوهایی که لایو به صورت زنده پخش میشد حالا از منزل این مهمانداران شوهای معروف تلویزیونی مثل شو الن دیجنرس یا بیل موار، این از منزل دارن به شوهاشون ادامه میدن و مهمانانشون هم از منزل ظاهرا با تلفن‌های خودشون با موبایلشون، میگم ظاهرا چون خیلی شفاف این تصاویر، مصاحبه میکنن از منزل خودشون. مصاحبه خیلی زیبایی داشت جنیفر لوپز با اوپرا و
بسیاری از هنرمندان به صورت سمعی و بصری پیغامشون رو میفرستن و در سوشیال میدیا و با دوستانشون در رفتارانشون در ارتباط هستن، دادن خیریه یا همکاری با مؤسسات خیریه رو اعلام میکنن و به نظر میرسه که سوشیال میدیا نه تنها در حال حاضر خیلی بیشتر فعال شده، چون تقریبا تنها راه تماس هنرمند با طرفدارانش و دوستانشه، بلکه شاید راه بهتری هم مثلا باشه برای کنترل کردن ترافیک چه در محل کار چه در جاده ها. برای مثال حالا که تلویزیون و فیلم برداری ها قرار شده همه رفتن خونه، نویسنده ها هنوز دارن کار میکنن، برای هر شو اقلا 7-8 نفر می نویسن. اینا در روزگار معمولی می رفتن توی یه اتاقی به اسم اتاق نویسنده ها، می شستن کلاشون رو می زشتن با هم دیگه و یه اپیزود می نوشتن با هم. البته در منزل کار کرده بودن، ایده هاشون رو می آوردن، اپیزود بعدی اون سریال رو می نوشتن با هم دیگه. حالا همین کار رو دارن از طریق سکایپ، فیس تایم، از این طریق دارن انجام می دن. خیلی هم موفقن، مجبور هم نیستن یک ساعت و نیم رانندگی کنن توی ترافیک. اصلا میگن که بعد از این قضیه که تموم بشه، بعد از ماجرای کرونا که بهش میگن دوران پسا کرونا، زندگی ما دیگه به زندگی قبلی بر نمیگرده. بسیاری از کارا از خونه انجام میشه، بسیاری در این مدت برای خودشون یه دونه استودیو تو خونه درست کردن. منم دارم برنامه رادیویی از تو خونه ضبط میکنم و میفرستم رادیو، البته از تو کمد خونه، موقعی که فرصتی بشه باید یه استودیو درست کنم. ولی منظورم اینه که واقعا اینترنت و رسانه‌های اجتماعی به دادمون رسیدن. اگه این اتفاق مثلا 30 سال پیش افتاده بود، من نمیدونم مردم چیکار میتونستن بکنن. تقریبا فلج میشد هر جامعه، هر مملکتی در مقابله با این ویروس فلج میشد، چون اطلاع رسانی به اندازه کافی نشده بود. واقعا در زمان قدیم باید میلیاردها دلار پول خرج میشد تا به مردم جهان حالی کنن که در هر شرایطی دست رو باید شست. اولا روزی 4-5 دفعه دست رو باید شست. یه چیز به این سادگی، به همین سادگی که هر دومون میدونیم و هم دوست نمندگان عزیزه که در چندین میلیارد آدم رعایت نمی کردن. بنابراین درست میگی، خیلی چیزا عوض خواهد شد. مثل همین وقتی کمپانی ها متوجه میشن که بازده مفید کاری کارمنداشون در منزل بیشتر از محل کاره، خب طبیعتا کارمند رو توی منزل نگه میدارن و این خودش چقدر کمک میکنه به هوا. اصلا متوجه شدین که چقدر هوا تمیز شده، آسمون آبی شده، ابرا مثل کارتون سفیدن. حالا دیگه میشه ابرا رو دید. درسته. یا با تون دیشب که صحبت میکردم گفتید که برای اولین بار چند روز پیش صدای پرندگان و چلچله ها رو شنیدید که مدت ها بود نشنیده بودید. بله همینطوره. خیلی هم جالبه، چون ما تقریبا یه جایی زندگی میکنیم که پر از دار و درخته، باید منطقا پر از پرنده هم باشه، اما سالها بود که خبری از پرنده ها نبود. روزای اولی که اومدیم بود، ولی حالا برگشتن، واسه خودشون آواز میخونن و خوشن و سرحال. تقریبا همه را افتادن، همه حیوانات، به خصوص چون ما بیرون نیستیم و خبری نیست، را افتادن، دارن یه نفسی میکشن. از همه مهمتر مادر زمین داره نفس میکشه. من فکر میکنم بسیاری از برنامه‌های سرگرم کننده به صورت ویرچوال در خواهد اومد. اینا میهمان دیگه نخواهند داشت. برنامه گذار، کسی که برنامه رو اجرا میکنه، یا از منظر یا در استودیو خودش تنهاست با یه فاصله بعید، فیلم برداره و فقط داره اجرا میکنه، بقیه در منزل هستن، چون امکاناتش هی داره به وجود اداره میبینن که این امکان وجود داره، پس چرا این کار نکنیم. خانم آرش، تو شما فکر میکنید که امسال برنامه های اسکار و امی و اینا از بین خواهد رفت یا به تاخیر خواهد افتاد؟ اثر رو اینها هم میگذاره؟ اگه چنین اثری بذاره، واقعا هالیوود یک ضرر مالی بزرگ خواهد کرد. دقیقاً همینطوره. معلومه که با اون چه که دیدیم اتفاق افتاده، میشه امی رو هم به صورت مجازی اجرا کرد. یعنی اینکه همه در خانه‌های خودشون و اینا به اندازه کافی سرمایه دارن که دوربین حسابی و همه چیز، نور و همه چیز بفرستن به منزل کسانی که انتخاب شدن، یعنی نامینی‌ها، و اینو به صورت مجازی اجرا بکنن. آگهی هم خواهند گرفت. اما این هرگز اون درآمدی رو که به صورت زنده اجرا میشه رو
نخواهد داشت. اما اگر این ویروس همچنان به کار مخرب خودش ادامه بده و همچنان قربانیان بیشتری بگیره، طبیعتاً تنها راه نجاتی که باقی میذاره برای اجرای این برنامه همونا اجرای مجازیشه، اجرای ویرچوالشه. یه نکته که به نظرم رسید در مورد شما اینه که این سریال اکسپانس شما که بیشتر شما در اون نقش مادر کره زمین رو دارید، حتما در این مدت سوژه های تازه پیدا خواهد کرد که برای فصل جدید این موضوع های جدید رو بتونه در اون بگنجونه. شما فکر نمی کنید؟ چقدر سوال زیبایی کردین اومدید. الان من دوباره شروع کردم از اول سریال رو تماشا کردن، به خاطر اینکه خودم بیشتر فرصت نداشتم هفته به هفته اینا رو دنبال کنم. به قدری اون چه که داره در این سریال میگذره، در این قصه ها میگذره که این قصه ها بر اساس 9 تا رمان علمی تخیلی که از 20 سال پیش نوشتنش شروع شده و از 5 سال پیش به صورت کتاب در آمدنش آغاز شده و همینطور ساختن سریالش، پیش بینی کرده این روزها رو. عجب باور نکردنیه. در همین فصل اول یک صحنه ای هست که شخصیتی رو که بازی میکنم رفته روی پشت بام خانه است، به آسمان خیره شده، پسرش میاد و بچه از کنارش دراز میکشه میگه چی داری تماشا میکنی؟ نگرانی؟ میترسی؟ میترسی از سنگا و از شهاب‌های آسمانی که به طرف زمین میاد؟ شخصیت من جواب میده نه، از سنگا نمیترسم، از کسایی میترسم که این سنگا رو دارن پرتاب میکنن. عجب. یعنی قدم به قدم بعد پروتومالیکیون میاد که یک پدیده ایست که حالا که نگاش میکنم میبینم به راحتی میتونه کرونا باشه. از این یک شباهت های عجیب و غریبی داره و مطمئنن آثار ایام کرونا درش خواهد بود در آینده، ولی چون داره قدم به قدم با این رمان ها پیش میره و اینو میدونم که قسمت عظیمی از اونطور که الان داره اتفاق میفته رو بتونه به تصویر بکشه، چون به اندازه کافی خودش مطالبی داره که بسیار در ارتباط قرار میگیرن با اونطور که الان داره میگذره. آدم های آینده نگر، نویسنده های آینده نگر و یا روشنفکران آینده نگر که کتاب های متعدد نوشتن و پژوهش های متعدد کردن، از نظر من انسان های خیلی جالبی هستند، چون غالبا پیش بینی های این گروه افراد درست از آب در میاد. در نتیجه من یکی از کسانی هستم که علاقمندم نوشته های آینده نگران رو بخونم و بعد ببینم که اونها چند سال زودتر یا چند دهه زودتر فکر کردن چه اتفاقی سر زمین میاد. حالا نویسندگان سریال شما هم چنین کردن دیگه، یعنی یه همچی پیشبینی در مورد اینکه این اتفاقات برای زمین بیفته و یک مادر نگهبان رو براش گذاشتن. امیدوارم که شخصیت شما واقعا تمام کوشش و تلاشی که در این جهت میکنه واقعی بشه و زمین یه فرصتی برای نفس کشیدن از دست تمام خرابکاری‌هایی که ما بر سرش آوردیم پیدا بکنه. خانم آقداشلو، به امید اون روزی که اهمیت بیشتری برای زمین، برای طبیعت، برای چشمه‌های آب، برای دریا، برای همدیگه قائل بشیم، با عشق و نور بیشتری با همدیگه روبرو بشیم. امیدوارم این فرصت استراحت و دیدن فیلم و خوندن کتاب رو هیچ کدومون از دست ندیم. فرصت داشتن شما در لس آنجلس هم مغتنمه، ولی امیدواریم که هر چه زودتر کارها راه بیفته و شما فصل جدید سریالتون رو و فیلم هایی که قرار بوده بازی بکنید و اونها متوقف شدن رو از سر بگیرید. خانم شهره آقداشلو، خوشبختانه ما سریالمون به اتمام رسیده بود پیش از این ماجرا و نوبت بعدیش در ماه اکتبر خواهد بود. تا اون موقع حتما کارا درست شده، ولی باز بسیاری از قوانین عوض خواهد شد. حتما ما تست میشیم قبل از اینکه بریم برای فیلم برداری، حتما سوشال دیستنسینگ رعایت خواهد شد. اجازه ببینیم چه اتفاقاتی میفته. منتظر میشیم با آرزوی اینکه بهترین اتفاقا روی بده ان شاء الله. سپاسگزارم از اینکه به من وقت دادید خانم آقداشلو نازنین. به همچنین خانم روز و روزگار خوشی داشته باشید. به هوشنگ خانم توصیه کنید که الان بشینن نمایشنامه بنویسن، بهترین فرصت. چشم، حتما. از شما که به روی چشم میپذیره. نه من خواهش میکنم ازش. علاقه و احترام خاصی برای شما قائلم. لطف دارید. از شما به روی چشم میپذیره. حتما بهش میگم. محبت میکنید و ممنونم باز هم. ممنونم. روزتون بخیر. شهره آقداشلو. تا
در خدمت خلق. در این بخش از برنامه به سراغ یکی از دوستان نازنین و همکاران عزیز خودمون میریم که از تهران من سعادت آشنایی و همکاری با ایشون رو داشتم در سازمان رادیو تلویزیون در تهران با نام آقای حسن تهرانی و در لس آنجلس با نام بیژن تهرانی به فعالیت‌های خاص خودشون در زمینه سینما، مستندسازی و کارهای از این قبیل مشغولن. بیژن تهرانی یکی از مهمترین سامانه‌های فیلم رو در لس آنجلس به وجود آوردن با نام سینما Without Borders که طی این سال‌ها از فعالیت‌های فیلمسازان مستقل بسیار حمایت و پشتیبانی کردند. در یکی دو هفته اخیر و به دلیل مسائلی که ویروس کرونا به وجود آورده، آقای تهرانی عزیز هم مثل بسیاری از شهروندان مسئول این احساس مسئولیت رو کردن که در این شرایط هم به کمک و پشتیبانی فیلمسازان مستند برن و از خودشون در مورد اینکه چرا این تصمیم گرفتن و چگونه این تصمیم رو به صورت اجرا در خواهند آورد سوال میکنیم. آقای تهرانی صبح شما بخیر. صبح شما بخیر. بسیار ممنون که چطوری در برنامه شما با شنوندگان عزیزتون صحبت بکنم. برای من 15 سالیه که الان این نشریه سینما بلاد بوردرز رو اجاره میکنم و یه جایزه هم اتفاقا میجاده به اسم بریجینگ دی بوردرز اوارد که به فیلمایی داده میشه که کمک میکنه مردم دنیا رو به هم دیگه نزدیکتر بکنه. خب سینما ایران هم طبیعتا مثل سینمای بقیه دنیا همیشه پرداختیم و الان خب به مورد بسیار حساس برخورد کردیم. یه نشریه من دیگه ای دارم غیر از سینما بیدار بوردرز که اسمش از cineequal.org که به سینمای عدالت اجتماعی میپردازه. جشنواری که ما داریم را میدازیم از طریق cineequal که یک جشنواره سالانه خواهد بود به اسم آی ایمیگرانت، من مهاجر، بله. و به مسائل مربوط به مهاجرین میپردازه و به اینکه ما نقطه های مثبت زندگی مهاجرین رو نشون بدیم که چطور مهاجرین در محیط های تازهشون مؤثر بودن و چه خوبی ها و نیکی های رو به این محیط آوردن. این جشنواره مجازی آقای تهرانی؟ بله، جشنواره روی اینترنت. البته مراسم اهدای جایزش در یک سالن سینما برگزار میشه، در لومیر میوزیکال برگزار میشه. نکته که مهمه، ما در اولین برخوردمون قصد داشتیم جشنواره رو اول عقب بندازیم به خاطر شرایطی که پیش اومده، بعد به چند نکته برخوردیم. یکی اینکه متاسفانه در زمان بحران ها همیشه اقلیت ها مورد حمله های مختلفی قرار می گیرند، چنانکه دیدیم بعضی از دکترهای آسیای جنوب شرقی رو افراد مختلف رو مورد حمله قرار دادن به خاطر این کرونا ویروس و همه اقلیت ها بعد با مشکلات مواجه شدن. ما دیدیم الان با توجه به این نکته بسیار مهم که از هر 6 نفری که در زمینه کارهای پزشکی در امریکا کار میکنن یک نفر مهاجره، از هر 3 دکتری که در ایالت نیویورک و در ایالت کالیفرنیا کار میکنه یکیشون مهاجره. یعنی یک رقم بسیار بزرگی از مهاجرین جان در کف در این مبارزه با ویروس کرونا دارن میجنگن و این چیزی که بهش توجه نمیشه. ما فکر کردیم بخوایم از فیلمسازای آماتور، از فیلمسازهای حرفه‌ای، از خود این افرادی که در این زمینه ها گرفتارن، از اطرافیانشون که فیلمهای کوتاهی بسازن در زمینه فعالیت های اینها و اینها رو بفرستن برای ما و ما این رو در سایتی که آی ایمیگرانت داره و همینطور در سایت پارتنرامون که بسیار مؤسسه های بزرگ و مشهوری هستن مثل Brave New Films، مثل پالم اسپرینگ شورت فست و خیلی دیگه همزمان با ما و سیما آوارد، اینا رو همزمان با ما روی سایتشون میذارن. ما از اواخر این ماه شروع میکنیم به قبول فیلم ها، قبول کردن فیلم ها رو تا ماه نوامبر ادامه میدیم که دائما فیلم های تازه در این مورد بگذاریم و در ماه دسامبر هم مراسم اهدای جایزه هست که جوایز نقدی به برنده اول داده میشه. آقای تهرانی چه نکاتی رو باید رعایت کنیم؟
اون چیزی که مهمه که فیلم ها بده یک دقیقه تا 40 دقیقه باشه، چون 40 دقیقه به قولن یک فیلم کوتاه محسوب نمیشه. بله. باید سعی بکنن که به سادگی و به شکل خیلی سریع و راحت برن راجبه یک نفر، حتی اگر نمیتونن به بیمارستانش برن، در خونه خودش باهاش صحبت بکنن، عوضش بخوان اگر میشه تو محل کارش چند تا عکس از خودش بگیره که توی اون فیلمشون ازش استفاده کنن، یا ویدیویی که تو اون فیلمشون استفاده کنن راجبه اینکه چه جوری به اینجا اومده، چی کار کرده، چه جوری به این درجه که از رسیده و چطور تو زمینه مبارزه با ویروس کرونا فعالیت میکنه، اینها در اون فیلم مستطیل بشه. ما یک شرکت بسیار بزرگ امریکایی که فیلم فریزه از اون طریق فیلم ها رو میپذیم. واقعا اونقدر دکتر پرستار ایرانی، پزشکیار ایرانی و دیگر دستن در کاران امور پزشکی هستن که ایرانی امریکایی هستن و در این زمینه در تمام ایالت‌های امریکا مشغول فعالیتن که در جامعه خود ما خیلی جای پرداخت به این مسئله هست. ما یک بودجه حتی داشتیم برای کارهای فستیوالی، این بودجه رو به کل بودجه کوچیکی تبدیل کردیم به خاطر اینکه می‌خوایم در این دوران بحرانی این کار به هر شکلی هست بشه و این پیام به مردم برسه. یکی از دوستانی که بسیار به من کمک کرده و لزوم می‌بینم حتما اسمش رو ببرم، خانم مصدی افشار هستن که خیلی در زمینه راه انداختن این کار کمک کردن و همراهی کردن. الان کاری که ما میکنیم، ما یک کمپینی رو انداختیم، بودجه ما البته بودجه حدود 12500 دلار و یه مقدار این اندکیش فراهم شده. ما فقط چیزی که میخوایم مهمه برامون الان این پول رو به دست بیاریم، پول جایزه نقدی برنده هاست، پولی که باید بدی به شرکت ویمیو بابت پست کردن ویدیوها که مبلغ 3000 دلار. میدونیم که در مسیرمون بقیه قضیه به تدریج فراهم خواهد شد. مهمه که این کار هر چه زودتر انجام بشه. لطف کنید بگید کسانی که مایلن در این راه به شما کمک بکنن و دست شما رو بگیرن برای حمایت و پشتیبانی از تمام این گروه پزشکی که دارن کمک میکنن، چگونه، به چه وسیله‌ای، از چه راهی میتونن که این کار رو انجام بدن؟ بله حتما. ما برای اینکه آسون باشه به خاطر موندن همه چیز، یک پیج داریم که اگر برن روی اون پیج همه اطلاعات مربوط به دونیشن روی اون هست. immigrant.com 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 توی اون پیج تمام اطلاعات هست. ما از طریق گوفانمی داریم 3000 دلار رو ریز میکنیم تا همین لحظه که ما این رو انداختیم بدیم، حتی اعلام به اون شکل کسانی که دیدن 450 دلار تا به حال روی این دونیت کردن که ممنونیم ازشون. این تذکر رو بدم آقای تهرانی که این هدیه و یا پشتیبانی مالی که دوستان میکنن به یک نهاد غیر انتفاعی است، درسته؟ دقیقاً. سینما و دات بوردرز فاندیشن که استاتوسش هستش 503C، هر دونیشنی که میشه از تکسشون کم خواهد شد. خیلی از شما سپاسگزارم آقای تهرانی، موفق باشین در کاری که دارید میکنید، کار بسیار ارزنده است و از دوستان شنوندم خواهش میکنم که دنبال این کار رو بگیرن و به یاری شما بیان یک جشنواره دیدنی از فعالیت ها و در واقع کنشگری های مهاجرین در آمریکا و حضور مثبتشون در این دوران بحرانی داشته باشیم که به یادگار بمونه. خواهش میکنم. یک نکته رو فقط در آخر میگم، اگر کسانی هستن که باز از طریق اینترنتی مشکل دارن، میتونن شخصا به خود من تلفن بزنن با شماره 818-613-4227 818-613-4227. یک دنیا ممنون و سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشید آقای حسن بیژن تهرانی. خواهش میکنم. خوب و خوش باشید. خب یاران، به پایان برنامه امروز رسیدیم. سپاسگزاری میکنم از سیامک ثابتیمانی و فرشاد بلندیان، کارگردانان فنی برنامه، و همراهی مهمانان گرامی دکتر نهضت فرنودی، دکتر سپهر سرشار، ایزک لاریان، مکس امینی، دکتر جواد نفیسی، شهره آقداشلو و بیژن تهرانی. سپاس از شما شنوندگان وفادار که همه شنبه ها با ما هستید، حتی در شنبه هایی که برنامه از قبل ضبط شده. در این دوران
پرمخاطره کرونایی. همگی را به آخر هفته‌ای پر از مهر و عشق می سپارم، همراه با سلامت و امنیت و روزهایی که در آن فرصت بیشتری برای خواندن و شنیدن و دیدن و مهر ورزیدن دارید. روز و روزگار خوش. رادیو ایران مایل است از تعدادی از صاحبان مشاغل که در این روزهای پر از چالش به ارائه خدمات خود به شما در ماه اپریل ادامه می دهند و به استواری این رادیوی مردمی نیز کمک می کنند قدردانی کند. با سپاس از دکتر سام ابراهیمی، جراح قلب و عروق، دفاتر حقوقی فرشید عبیر، الکس کوهن و همکاران، وکلای امور بیمه، نیک یکانی از دفاتر اقتصاد و خانواده، وودلند هیلز مارکت در ولی، مرضیه شیرازی، بانوی وام، دکتر جعفر شجره، پزشک تصادفات، فروشگاه هولسام چویس در ارواین، دفتر حقوقی مهنوش یزدانیار، وکیل اوفک، پیام شاهیان، وکیل لمنلا از Strategic Legal Practices، پرومت Medical Supply به مدیریت شان یدیدی، مریم شهرستانی از پیرس برادرز ولیوکس، مواد غذایی بیبلوس، جاسمن واتانیان مدیر کالستار ریلتی اند مورگیج، دیوید ابراهیم پور مدیریت سی بی اس آتو بادی و قالی‌شویی سفریان در لس آنجلس و ایرواین. دفاتر پیام شایانی دریافت کننده میلیون ها دلار خسارت به شهادت شما. چند وقت پیش من و بچه‌م توی ماشین بودیم، یک نفر استاپ ساین رو رد کرد و زد به ماشین من. تصادف زیاد بزرگی نبود ولی من گردن درد گرفتم و زنگ زدم دفتر آقای شایانی. بعد از اینکه اطلاعات منو گرفتن گفتن آقای شایانی در جلسه هستن و خوشبختانه چند دقیقه بعد آقای شایانی خودشون با من تماس گرفتن و همون روز نمایندهشون پرونده منو باز کرد. تازگی آقای شایانی پرونده منو ستل کردن و زنگ زدن و این خبر خوشو به من دادن. سپاسگزار آقای شایانی و دفترشون هستم و من تجربه بسیار خوبی از مراجعه به دفتر آقای شایانی داشتم. برعکس اینکه شنیده بودم آقای شایانی به کیسای بزرگ اهمیت میدن، ولی توجه ایشون خیلی شامل حال من بود، مخصوصا اینکه برای من مثل یک پرونده میلیون دلاری وقت گذاشتن و به کار من رسیدگی کردن و پرسونال اتنشن دادن. 818-777-777-777. برای دریافت بالاترین حقوق و مزایای دولتی، SSI، بیمه های مدیکال و مدیکر، حقوق بازنشستگی و کلیه امور مهاجرتی با دفتر مهوش مازگانی تماس بگیرید. 310-273-5228. And paid for by Progression. Are you being denied credit? Are you getting hit with high interest rates because of a low credit score? Bad credit happens to good people. In fact, millions of Americans are victims of incorrect or unfair items on their credit report without even knowing. But don't worry, because the Credit Repair Helpline is here for you. We'll communicate with creditors and the credit bureaus on your behalf to address unfairly reported items like late payments, collections, charge-offs, and even bankruptcies, which can lead to a higher credit score. Our proven process has helped hundreds of thousands of people just like you see meaningful improvements to their credit profile. Working to repair your credit today can help you get the new car, new home, or new job you've always wanted. Call 800-296-1281 now and get your free credit score. Call 800-296-1281 to start working to restore your credit. The call is free and the credit evaluation is free. So call 800-296-1281. That's 800-296-1281. Start building your credit today. Again, 800-296-1281. میدونستید که میتونید با آب شفابخش در منزل خود از امراض جلوگیری کرده و سلامتی خود و خانوادتون رو تضمین کنید؟ با من شادی همین پنجشنبه ساعت 1:30 همراه باشید. 818-633-3399. اشخاص 65 سال به بالا اگر مورد کلاهبرداری یا سوء استفاده در هر گونه امور مالی اهم از املاک، وام و سرمایه گذاری قرار گرفته اید، وکلای دفاتر حقوقی نژادپور همکاران با سلامتی قانون مدافع شما هستند. 310-95-4-95-95. رادیو ایران مایل است از تعدادی صاحبان مشاغل که در این روزهای پر از چالش به ارائه خدمات خود به شما در ماه اپریل ادامه می دهند و به استواری این رادیوی مردمی نیز کمک می کنند قدردانی کند. با سپاس از شهرام الیاس‌زاده مدیر شرکت مورگیج بانکرز، دکتر رادنی مصریانی، مصریانی لا گروپ، پویا نائینی مدیریت کردیت من، شری بیبیان بی سی اینوستمنتس، سامان هیدری، هیدری لا،
منظر کیا، کیا سوشال سرویسز، واهی کلخاسیان، دیالفا سوسایتی، شادی پزشکی از energicfamily.com، شیرین، مدیر شیرین اینشورنس، موریس کامکار، مدیریت کامکار اینشورنس و همچنین ولی مارکت پلیس. تفکر بهتر، زندگی برتر، راه زندگی، برنامه ای از روانشناسان و مشاوران خانواده، دوشنبه تا جمعه از 9 تا 10 شب. رادیو ایران 670 AM با صدها هزار شنونده در ایالات متحده و سراسر جهان پشتیبان جامعه ایرانیان در جنوب کالیفرنیا، به ویژه در لس آنجلس و اورنج کانتی است. شما نیز می توانید از همینک با تایپ نشانی KIRN 670 AM در اپ استور و گوگل استور گوشی های خود اپلیکیشن رادیو ایران را تنها با یک کلیک به صورت رایگان دانلود کرده و همراه با دیگر ایرانیان سراسر جهان آسان تر از گذشته شنونده برنامه های ما باشید. هوای تازه هر یک شنبه از ساعت 7 تا 9 بعد از ظهر با من پروین جوادی. چو در دست است رودی خوش، بزن مطرب سرودی خوش، که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم. بشنو از نی. هر یک شنبه از ساعت 8 تا 9 صبح با من محمود افهمی با برنامه بشنو از نی همراه باشید. بررسی ریشیابی ضرب المثل‌های ایرانی، روایات، حکایات و همینطور تاریخ ایران.